بله، شنوندگان عزیز شوی پرچونه در تلویزیون مردم سلام عرض میکنیم. میبخشید امروز به علت اشکال فنی، نه که مثلا دفعات پیش ما اشکال فنی نداشتیم، ولی خب حالا این دفعه اشکال فنی داریم به علت یه مقدار اشکالات فنی. من مجبورم که از روی وبکم برم این برنامه رو و از روی وبکم خدمتون باشم. یه مشکلی تو دوربینمون پیش اومد و میبخشید. انشالله که این تصویر خیلی ضایع نباشه. من همیشه سعی میکردم دور وایستم که شما قیافه نحس من از نزدیک نبینید، بتونید حرفا رو گوش بدید. خب مجبوریم این دفعه از نزدیک ببینیم شما. خب عرض شد که بله، امروز به رسم بقیه تلویزیون ها ما با کت و شورت خدمتتون رسیدیم و برنامه رو از روی صندلی با کت و شورت اجرا میکنیم طبق معمول. یاب نکنین کت شلواره، کت و شورته. خب عرصت که داریم میریم سراغ شوی پرچونه. شوی پرچونه امروز یک شنبه هست، برنامه زنده هست و این برنامه زنده از روی رادیوی پرچونه زنده اجرا میشه، ضمن این که از تلویزیون خوب مردم برای مردم لایو تصویر پخش میشه. این برنامه تلویزیونی لایو پرچونه روزهای یک شنبه است. ما الان زنده هستیم. خیلی از تلویزیون ها روزهای یک شنبه برنامه ندارن، ولی تلویزیون مردم داره خوشبختانه و این وقت رو ما داده و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. تلفن های ما باز، تلفن ها رو اعلام میکنم: 310-896-7524 و اسکایپ مون هست، اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 که اونم باز در اختیار شماست. اگه خواستید کامنتی بدید یا خواستید تلفن بکنید. امروز ممکنه اوضاعمون یه خورده خرط و خر باشه توی کامپیوتر بنده تکنیکلی و صداها و اینا ممکنه یه مقدار درست رو ایر نیاد، ولی سعی میکنیم on the fly درست کنیم قضیه رو. به خاطر همین don't hesitate to call، زنگ بزنید، تماس بگیرید و تلفن کنید 310-896-7524 و بهترین چیز تلفن. البته اگر تلفن نبود اسکایپ یا یاهو. یاهو آیدی ما هست پرچونه 11، ببخشید پرچونه اندرسکور شو. پرچونه خط تیره پایین، یعنی شیفت رو میگیری منها رو میزنی، اندرسکور پرچونه اندرسکور شو یاهو آیدی هست و همونجوری گفتم اسکایپ آیدی مون هست پرچونه 11. همه این اطلاعات هم از روی وبسایت پرچونه .com میتونید داشته باشید. پرچونه .com قسمت میدیا، تمام شوهای رادیویی و تلویزیونی پرچونه رو تا اونجایی که بتونیم، رادیویی ها که همش هست تو قسمت آدیو، البته میبینید تو قسمت میدیا، بعد اونجا هست آدیو آرکایو، ویدیو آرکایو، میبینید آدیو همه هست، ویدیو هم تا اونجایی که تونستیم آپلود بکنیم. This is a one man show که اینم وان منشه که اینجا میبینین، به خاطر همین یه خوده باید انتظاراتتون در حد یه نفری باشه. وقتی که اسپانسر بیاد اون وقت آدم هم استخدام میکنین. اسپانسر هم نیومد، چون ما شوی ویدیویی که نمایش ناف و شورت دختر 13 ساله رو بده و در میوزیک ویدیوی اون آقا واسش برخصه نداریم، اسپانسرمون کم هستش. من جراجب واقعیت حرف میزنیم، به خاطر همین اسپانسر زیاد نداره. ما هم به خاطر همین رو اینترنت هستیم که خرج زیاد نداشته باشه. به خاطر همین در آگهی دادن در این برنامه و در این تلویزیون شک نکنید، چون قیمت ها خیلی پایین هستش. 310-896-7524 و یا با خود تلویزیون مردم تماس بگیرید که دیگه اطلاعاتش همه جا روی اینترنت هست. جناب آقای سربی مدیرشون هستن و خیلی به ما محبت دارن و اینکه میشین باشون تماس بگیرید، چه تو شوی پرچونه چه تو هر برنامه دیگه توی تلویزیون مردم. اگر آگهی بدین کمک میشه به تلویزیون، در چه کمک میشه به شوی پرچونه. حالا اگه مستقیما به ما آگهی بدین یه ذره پولم به ما میرسه، ضمناً که باید 10 برابر بزنیم روش خرج همین تلویزیون رادیو رو بدیم. به هر صورت با ما تماس بگیرید، تلفنتون میاد رو خط، روز یک شنبه هست
و طبق معمول پرچونه ما در رابطه با مهمترین موضوع زندگی شما داریم صحبت میکنیم، یعنی اون قلمبه‌ای که اونور نشسته، یعنی شوهر شما، دوست پسر شما، یا زن شما، یا دوست دختر شما، یا اون دختری که میخوای به دست بیاری، حالا تو فکر چیکار کنی، یا اون مردی که دنبالش هستی نمیدونی چجوری به دست بیاری و اینجور چیزا. خلاصه فارسی سلیس دری بخوایم بگیم میشه دیتینگ ورلد، the dating world، یعنی دنیای روابط زن و مرد. دیتینگ، اگه بخوام ما دیتینگ رو معنی بکنیم خیلی خوب میشه، به خاطر اینکه وقتی ما میخوام توی زمینه آشنا باشیم و توی زمینه خطا نکنیم، باید اول بدونیم که اون زمینه چه معنیایی داره. درست مثل رانندگی مونه، درست مثل رفتن به یه هدفی میمونه، به یه مقصدی میمونه. شما اگر نقشه درست و معنی درستی که از اون شرایطی که توش هستید نداشته باشین، هیچ موقع به مقصد نمیرسین، ممکنه هزار تا بلا هم سرتون بیاد. نقشه درست اونجایی که داری میری کجاست، چقدر فاصله داره، چجوری راهش، زمینی، هوایی، دریایی، فضایی چیه، چه چیزایی لازمه اونجا، چی هست چی نیست و همه مسائل مختلف. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رویر هستیم. آقای سوربی رویر هم میگن اولین تماس گیرنده جایزه میگیره. بله، اولین تماس گیرنده جایزه میگیره و میفهمه که میتونه با من حرف بزنه. این جایزه شه؟ بله، الان دوستان صف میبندن. بله، من شما با همین کامپیوتر و ویبکم و اینها صدا و تصویری که میفرستید به گواهی خیلی از بینندگان بهتر از اون تلویزیونایی که خیلی ادعا دارن صد تا دستگاه کنه ما از قرن نوزده ریختن اونجا و خودشون هم نمیدونه کدوم دستگاه چی کار میکنه. نماش با برنامه پیدا بده از اینکه برنامه دیگرفتن بود. مرسی، لطف کردید. مرسی. بله، عرض شود که here goes the boss، big boss وقتی زنگ میزنه آدم دست پاش میلرزه. عرض شود که میگه نکنه it's whacking time، you're gonna be whacked. همیشه میگه they send somebody you know. عرض شود که بله، داستان دنیای دیتینگ و up and down شما تو شوی پرچون صحبت. خب اصلا دیتینگ یعنی چی؟ دیتینگ یعنی وقتی که زن و مرد با همدیگه میگذرونن برای شناخت همدیگر، نه عزیز من برای سکس، برای شناخت همدیگر شما وقت میگذرونی، اسمش دیت نمیشه. دیتینگ یعنی زن و مرد به خاطر جاذبه جنسی با همدیگه وقت میگذرونن، منتها به خاطر اینکه باید پولیتیکلی کورکت باشن و به خاطر اینکه باید مامان بزرگ و بابا بزرگ اگر اینو شنیدن عصبانی نشن، میگن که دیتینگ یعنی وقت گذروندن برای شناخت هم دیگه. اگه جاذبه جنسی، حالا من منظورم نیست که همه هر کی من دیت میکنه باید همون روز هم سکس بکنه، ولی جاذبه جنسی اگه نباشه اون رابطه دیت نیست. از دختران لاغر و استخوانی و پوست قهوه‌ای اسپری زده و مو صاف کرده و کوکائین که میکشن و فکر میکنن لاغرن یعنی خیلی خوشگلن و اینا، بپرسی اگه بیرون نشسته تو لس آنجلس، بپرسی اگه بینی با یه پسری نشسته اونجا، بپرسی اه فلانی دیدمت اونجا داشتی با یه پسری نشسته بود شام میخوردی دیت میکردی ها، اما میگه نه 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 that's not a date we're just friends. اگر مثلا طرف رو نخواد باش سکس داشته باشه، به خاطر همین همه به خصوص خانما خودشون تاکید بر این دارن که دیتینگ اگه معنای حرف زدن و شناخت و صحبت و معاشرت با یه مرد باشه، خب پس هر کسی رو شما باید بشینی حرف بزنی، بگی، بخندی، بیشتر سوال کنی، خب مثلا خونه خریدی، مثلا چند بود، یا مثلا موزیک میزنی، چیه موزیکش، یا مثلا فلان اینا، رقص بلدی، چه رقصی میکنی، فلان، این شناخت طرف دیگه، یا کتاب میخونی یا شعر مینویسی یا فضانوردی یا هرچی که هستی. خب پس هر حرفی شما با یه مرد بزنی، یه سوالی بکنی، بگی، بخندی، میشه دیت؟ نه، میگه نه، we're just friends. یعنی چی؟ یعنی که بین من و این آدم
اون چیزی که باید بین دیت باشه نیست، یعنی جاذبه جنسی. غیر اینم مطلب دیگه اگر بود خب طرف نمیگفت که نه we're just friends we're not it's not a date. دفعات خیلی 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 کمی برای من پیش اومده که با دختری رفتم بیرون، به معنی که اومده سوار ماشین شده گفته that's exciting it's not a date. گفتم که چرا it's not a date؟ oh it's not a date دیگه. گفتم well you're not sexually attracted it's fine. و هر موقع ازت من شما از شما سکس خواستم شما میتونی بگی نو، ضمناً این که اگر که نیستی میتونی نیایی. حالا چرا اصرار میکنی it's not a date؟ میگم what is it then؟ الان ساعت 9:30 شب، من اومدم شما رو پیکاپ کردم، داریم میریم یه جایی با هم دیگه بیرون، حالا یا درینک یا غذا است یا با هم بودن یا حالا هر چی هست، کنار دریاست یا هر چی هست، یا هتل چه میدونم. خب در نتیجه پس why is it که میگی شما is not a date؟ پس در نظر همه، در نظر مرد که اگه سکس نخواد که دور و برت نمیاد، در نظر زنم اگر این قضیه سکسی نبود اسمشو دیت نمیذاره، میگه این دیت نیست. در هر صورت معنی خلاصه مطلب این که دیتینگ یعنی گذراندن وقت بین زن و مرد به خاطر وجود جاذبه جنسی. میتونه اینا دوتا زن لزبیان باشن، دوتا مرد گی باشن و هرچی. اون موقعی که میگیم دیته یعنی به خاطر جاذبه جنسی و اترکشن جنسی. دلیل برای نیست که حتما باید با هم بخوابن. شما ممکنه یه دختر مذهبی معتقده که اکچولی پرکتیس هم میکنه و انجام هم میده مسائل مذهبی رو باش با اجازه پدرش قرار بذاری، برین با هم دیگه بشینید توی لابی یه هتلی، پدر و مادرش رو با دیگاردام اون میز پهلویی نشسته باشن، مواظب باشن که شما مواظب دست از پا خطا نکنی و با این خانم حرف بزنی به قصد ازدواج. اینم دیته، یعنی این خانم جاذبه جنسیش برای شما در مهمترین چیز بوده که شما رو کشیده. پس شما به خاطر اینکه بتونید در دنیای واقعی زندگی کنید که چون خیلی هم سخته، باید اول از دینایال بیایم بیرون. از دینایال بیایم بیرون، وقتی از دینایال اومدیم بیرون میتونید کارتون انجام بدید، حالا کارتون هر چی که میخواد باشه. دینایال های بسیار زیادی هست. دینایال یعنی کتمان واقعیت. دینایال های بسیار زیادی هست که به سود دختر هست و ضمن این که به سود دختر هست، پولساز هم هست برای میدیا، پولساز هم هست برای بیزنس ها. این دینایال ها رو هی باد میزنن، هی باد میزنن، هی باد میزنن و اینا برای مرد ضرر داره و عذاب آوره و مثل بخته گلیم و مردا رو گرفته و ما رو عذاب میده. این دینایال رو ما تو شوی پرچونه یکی بعد از دیگری بارها شکستیم و گفتیم و خیلی ها یاد گرفتن، خیلی ها دعوا کردن، خیلی ها عذاب کشیدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن، فوش دادن، خیلی ها عذاب کشیدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن، رو رئیس تلویزیون قدرت داشتن، باعث شدن که برنامه از اون تلویزیون کنسل بشه، ما هم رفتیم به تلویزیون دیگه و باز رفتیم به تلویزیون دیگه. به قول فردی مرکیوری تو گروه کوین میگه show must go on، برنامه پرچونه ادامه پیدا کرده، one way or freaking another. ولی خب if you cannot handle the show will go somewhere else. حالا anyways بحث از این بوده که مهم اینه که شما از واقعیت دور نشید، تماس رو به واقعیت نگه داری. این باعث میشه عقده این نشی، احتیاج به تراپی نداشتی، هم آدم هی میرن میشه آقای دکتر یا خانم دکتر $150 در ساعت میدن، $200 در ساعت میدن، اینا برای چی اینقدر باید برن دکتر؟ به خاطر اینکه هی تیوی رو نگاه میکنن و هی دینایال های قشنگی رو که از 6 سالگی تو فری تیل به اینا گفتن، این دینایال ها رو هی دور میزنن و هی تکرار میکنن و هی زیباست. به محضی که پاشو میذاری بیرون سرمای واقعیت میخوره تو چشمش. الو شوی پرچونه، سلام، رو ایر هستیم، شوی پرچونه است، بعدا زنگ بزن. مرسی. بله میبخشید. و این سرمایه واقعیت میخوره تو صورتش و میبینه که پرچونه داره اونجا میخنده رد میشه و میبینه یه چیزی سرده، ناراحته. به خاطر چیه؟ به خاطر این واقعیته. شما هیچ موقع در دنیای دیتینگ که هیچی، در دنیای هیچ چیز دیگه موفق، در دنیای استاک مارکت هم موفق نمیشه اگه با واقعیت نفهمی یعنی چی.
اشتباهی بت کنی، زیاد بت کنی، به امیدی که این استاک خوبه برید $1,000,000 روش پول بذاری، خب احمقانه است. بخاطر اینکه مطالعه نکردی، بخاطر اینکه نمیدونی کی داره استاک رو کنترل میکنه، بخاطر اینکه نمیدونی چجوری باید باشه و همه اینا رو بدونی، تازه میای وارد میدان جنگی میشی که تازه واقعیتشو فهمیدی، حالا is for you to fight. بخاطر همین داستان پیچیده است. فقط کاری که من میکنم و افتخار میکنم اینه که یه مقداری نور رو واقعیت میندازم. اینم مثل ریش میمونه، ریش زدن میمونه. شما بهترین دستگاه ریش تراشو داشته باشی، ریشتو به بهترین وضع صورتی بزنی، این ریشتون خدا تعیین کرده، حالا خداست یا طبیعت هر چی که هست، یه شخص دیزاینری هست که تعیین کرده که این ریش باید در بیاد، این ریش در میاد. شما میتونی ریشتو بزنی، عکس بگیری بذاری روی دیوار، باز این ریش داره در میاد، همون لحظه که داری میتراشی همون لحظه داره در میاد. اینم هم همینطوریه. شما به 100 تا پسر یاد بدی، به 100 تا دختر یاد بدی، به 1000 تا دختر زنگ بزنن و بفهمن که قضیه دینایالشون چیه، دختر بعدی که بده یا میاد اخمش اینجوری میکنه، لبش قرمز میکنه، اون برای نگاه میکنه، کفش پاشنه بالا میکنه، به نظر من که البته خب پسر و دختر میتونن با هم دوست باشن، دوباره میریم از اول، دوباره از اول شروع شد. خب یعنی این چیز الهیه که زن میاد با گیم، زن میاد با بازی و کلک و مسخره بازی و دینایال و این قضیه رو سخت میکنه واسه مرد. مردم هرس میخوره، مردم هی میخواد از طریق واقعی بیاد جلو، از طریق واقعیت و منطق و لاجیک و حقیقت وجودی که واقعا وجود داره بیاد جلو، و زن هی با هم دیگه کلش میکنن به هم دیگه. و همین داستان همیشه ادامه خواهد داشت، مگر اینکه شما مثل بچه گربه رقص یاد دادن به بچه گربه. آره بچه گربه هست که برقصه، بله هست، اسبی هم هست که میرقصه، سگی هم هست که میرقصه، ولی شما به هیچ سگی اگر رقص یاد بدید، اون سگ به بچهش رقص میتونه یاد بده. هیچ سگی نیستش که از بچهش به مامانش رقص یاد بگیره، ولی شما به هر سگی بخوای، اگر خیلی وارد باشی، اگر اون سگ هم تواناییش داشته باشه، نه هر سگی، ولی میتونی رقص یاد بدی. این ریش زدن میمونه، اینو واقعیت رو نشون دادن به دخترها میمونه. و مجبخ دیدی هر دختری با من میاد جلوی دوربین، ای آره البته خب من 80% حرفای شما رو قبول دارم. این یعنی چی؟ یعنی leave me the hell alone. I know you're right, but I'm a woman. I have to do it. دینایا. حالا مسئله نیست، ما نمیخوایم اینجا خانما رو بش بکنیم، اینا هم سیستمشونه و دوست دارن اینجوری باشه. به خاطر اینکه چرا این سیستم هست؟ به خاطر اینکه اینجا چای هست و چرا این سیستم هست؟ به خاطر اینکه زن و مرد کارشون با هم جز سکس نیست. حالا حاشیه این قضیه سکس هزار تا مسئله است، همه اینا کور اصلیش و اون کانکشن اصلی و اون ستون اصلی این رابطه زن و مرد سکسه. وای شما خیال میکنی همه چیز سکسه؟ بله همه چیز سکس نیست، همه چیز around the سکسه، دورور سکسه، و این جاذبه سکسی زن و مرد به هم دیگه تمام این گیم رو رول میکنه. rules the freaking game. وقتی که این گیم رو رول میکنه، شما باید بدونی که قانونای این گیم رو روی این جاذبه جنسی باید بدونی، بلد باشی چجوری اینا رو بچینی. هر سوالی از من میشه در طول بچه ها باید زنگ میزنم میگم من این سوال میخوام از اول بهت بگم، فکر کنی روش که فردا بهم جواب بدی تو برنامه. میگم نمیخوام فکر کنم، بخاطر اینکه من جواب اون سوالو بلدم، نه اینکه من میدونم تو چی میخوای بگی، یا بخاطر اینکه سوالی که میکنی من از این زاویه که وقتی نگاه میکنی با اون فرمولای اصلی همه جوابای سوالا معلومه. کافی فقط شما واقعیت رو ببینید. شما اون ور دیوار نبینی، من ازت بپرسم اونجا میز هست؟ نمیدونی. من بگم راجب اون اتاق محاضره سوال بکنم، وقتی اتاق نمیبینی تو میترسی من چی محاضره بپرسم؟ وقتی داری نگاه میکنی تو هر چی میخوای بپرس، اول نباید من سوالو گوش بدم فکر کنم، بخاطر از سوال بپرسی منم اتاق نگاه میکنم، وقتی اون ور من نمیدونم که چیه. خب واقعیت قضیه رو که نگاه بکنی دیگه نمیخواد هر سوالی دوست داری بکن، 3,000,000 سوال بکن، همه به واقعیت قضیه برخورد میکنه. خب تو این برنامه و کسایی که شانس پیدا میکنن برنامه پرچونه رو گوش بدن، میبخشی که من یه خود به نظر ارگنت یا خودخواه و از خود راضی میام، ولی خب در طول 10 ساله خود به خودم ثابت شده که این واقعیت است. با دیدن این برنامه شما اون ریشه رو مرتب میتراشی و تو این دنیای واقعی میمونی.
هر دختر بعدی که به دنیا میاد، یا وقتی شما 3 سال پرچونه نگاه میکردی اون 14 سالش بود الان 17 سالشه، دوباره دامن تنگه رو پوشیده و رونا رو انداخته بیرون و سینه بند محکم بسته که یه ذره مماش بیاد بالا که شما فکر کنی بزرگه و جاسفرند داره و فیسبوک داره 8500 هزار نفر و فلان، همه اینا رسیده به بازار، بازم همون از اول داستان مصنوعی 70 من کاغذ باید از اول باش بحث بکنه، به خاطر اینکه اون زنه و زن رو اونجوری ساختن که این بیاد این دوز کلکا و بازی ها رو در بیاره که تو رو هی غیر و فرت بده around the subject و اصل قضیه که سکس سخت برسی. خب و این مسئله است و این قضیه ضد زن یا شوونیستیک نیست، این واقعیه که شما بفهمید. حالا چرا همه اینا؟ چرا؟ خب چرا زنها که میگن، خب زنها که سکس دوست دارن، زنها که از سکس خیلی هم لذت میبرن، همه هم گفتن که آقا میگن، حالا ما که زن نبودیم نفهمیدیم، ما میگن که زنها از سکس از مردها خیلی بیشتر لذت میبرن، به دلایلی هم میشه فکر کرد که این قضیه میتونه درست باشه، ولی هنوز ما نمیدونیم. به هر صورت چون لذتی که اون میبره با این که مقایسه که نمیشه که، نه از این داره میشنوه، از مغز این داره لذت، از مغز حالا بگذره. ولی چرا پس حالا چرا مسخره بازی اینقدر تو کار؟ چرا میاد و میزنه و میرخصه و شما تلفن میگیره و میره و نمیاد و زنگ نمیزنه و میاد و هفت دفعه باید بیاد و این بر بره؟ این علتش اینه که وقتی زن و مرد به هم دیگه رسیدن و سکس انجام شد اکچولی فیزیکلی، کار مرده تمومه، یعنی خیالش راحته، کار زنه تازه شروع میشه. درسته؟ کار زنه تازه شروع میشه از موقعی که سکس کرد، قبل از اون مثل این میمونه که مثل یک خلبانی میمونه که تو فکر اینه که چجوری پرواز کنه، از کجا پرواز کنه، بنزین داره، نقشه رو داره، رادار کار میکنه، تلفن کار میکنه، این کار میکنه، آب هست، غذا هست، نوشابه هست، این هست، اون هست، همه اینا رو باید هنوز پرواز نکرد. وقتی که سکس شد مثل خلبان، زن مثل خلبان تازه پرواز کرده، حالا باید مواظب باشه کنترل کنه، خاطر همش همینه که همش تو فکر آنالیزه و این و اون و اون نظرش چی بود، اینو گفت این من چی کار کنم که اون چی بشه، کار مرده تمامه. آخیش let's have a cigarette. البته من سیگار نمیکشم، سیگارم پروموت نمیکنم، ولی خب that's like saying. خب به خاطر همینه که تمام تلاش مرده به هر نحوی اینه که به سکس برسه و کارش تموم بشه. این به این معنی نیست که زنه رو بذاره بره، کارش تموم بشه، خیالش راحت شد، سکس گرفت، ولی برای زنه این نیستش. برای زنه اینه که خب حالا که من به این سکس چجوری ریلیشنشیپ بشه، چجوری بفهمم منو دوست داره، چجوری بفهمم با کس دیگه ای هست، یعنی چجوری بفهمم قصدش چیه، چجوری بفهمم در نظرش من چجوری هم، چجوری بفهمم ازدواج میکنه یا نه، چجوری این، چجوری کوف، چجوری زهرمار، چجوری درد بی درمون بشه. هزار تا چجوری تو مخ زنه هست وقتی که سکس کرد. به خاطر همین هم هست که میره به 300 نفر تماس شروع میکنه، حرف میزنه، میگه، میخنده، یا میبینی غش کرد و غر کرد و گم شد و مرد و پیداش نشد. تلفن بهت میده جواب نمیده، تلفن بهت میده 3 دفعه زنگ میزنی جواب میده، میگی میخنده، دفعه 4 دیگه بمیری گوشی رو بر نمیده. به خاطر که تو این مخ هزار و یک جور فکر هست که این باید آنالیز بیخودی در فضای توهمی لاگرانژیان وجاینایان بشه. اونایی که ریاضی خوندن میدونن فضای لاگرانژیان مختصاتش با فضای ایکس وای زد فرق میکنه، مختصاتش لاگرانژیان یه چیز دیگه است، لوگاریتمیه. تو فضای واقعی نیست، اونم فضای مغزی وجاینیانه که باید تو اون فضا فکر کنه که اونا معمولا به واقعیت هیچ کدومش برخورد نمیکنه. ولی خب چون زن کفش میخره و جون میده که کفش بخره و میمیره که پول زندگیش هر چی هست، کفش خوشگل رو باید داشته باشه و این کفش خوشگل رو باید بخره تا بیزنس پول بسازه، تلویزیون و رادیو و میدیا زن رو تو دینایال خودش خوشحال میخواد نگه دارن، تو فضای وجاینایین دینایبل غیر واقعی میخواین خوشحال نگه دارن که بله شما میتونید فرند های زیادی داشته باشین، بله لباس باید کفش با لباس رنگش کاملا جور باشه، اگه شما یک لباس قرمز داشتی که کفش قرمز خوبی داری، اگه یه دونه گلدوزی کوچولو رو شونش یا گوشه دامنش هست
بد نیست که با اون یک کفشی پوشین که اون گلدوزی رو داشته باشه و اگه گلدوزی در چپه اون کفش هم گلدوزی در چپ باشه. وقتی هم اگه موقع گویا لباس دیگه خرید گلدوزی در راست بود، با اینکه کفش قرمز داری باید یک کفش دیگه بخری که گلدوزی به راست باشه که بفهمن شما استایل داری، کلاس داری. و این چرت و پرتا راحت موقع فروش میره به مغز زن در میدیا که میخواد خرج پول خرج کنه که اینا با دینایال زن کیتر بکنن، یعنی دینایال زن رو قبول بکنن و بگن یعنی شما فکر میکنی فکر کاملا درستی، خیلی خیلی قشنگ فکر میکنی، آفرین. شما میتونی با مرد دوست باشی، مردی که البته شورش داشته باشه، مردی که البته تراست به تو داشته باشه، تراست فارسی تراست میشه تراست، مردی که تراست به تو داشته باشه. اگه شوهرت انقدر به تو تراست نداره که تو جاست فرندات این موقع به زنگ میزن تولد میگن به تبریک میگن رو فیسبوک 350 تا هستن که هر کدومشون منتظرن که فرصت پیدا کردن شلوارت رو جر بدن، اگه شوهر از این ناراحت میشه و به تو تراست نداره، خب این به تو تراست نداره. اگر تراست داشت بله. خب و با این چیزا زنه با مرد جنگ میکنه، زن وارد جامعه میشه، میاد بیرون عصبانی میشه و چیزی که برای میدیا و برای بیزنس ها پول میسازه زنه. در آمریکا طبق آمارایی که هر ساله میدن که من حفظ نیستم ولی حدودش رو میدونم، میگن حدود 75% از پول، حدود 75% از پولی که در آمریکا خرج میشه توسط زن خرج میشه و حدود 25% توسط مرد خرج میشه. ولی نگاه کنی به صورت سرانه، من یکی دوتا زن مخصوص نمیگم، به صورت سرانه زن ها 75% از درآمد کل کشور ندارن، مردا هستن که اکثر درآمد کشور دارن. و به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی مردا پول میسازن، زنا وسیله خرج کردن پول هستن. حالا مرد به زنه چطوری این پولو میده؟ به خاطر پرشر و به خاطر محرومیت ها و صدایی که وجود داره که سکس به دستش نمیرسه، مجبوره یه جورایی این پولو خرج زنه بکنه، حالا یا عروسیه یا طلاقه یا باید واسه چیز بخری یا باید هر چی، بستگی به اختلاف سنتون داره و اصلا یکی زنه چه خوشگل باشه و مرد چه پول داشته باشه. ولی خب زنایی هم هستن که باعث افتخار هستن و اون زنان ایرانی هستن که شاغل هستن، بیزنس دارن، کار میکنن، زحمت میکشن و برای خودشون درآمد دارن و این زنا باعث افتخار هستن. این زنا در واقع گولد دیگر نیستن، بلکه گولد میکر هستن. حالا اون پولشون هر جورم خرج میکنن نفید جونشون و یکی از مایه های افتخار منه که در مجمع سالیانه این خانوم ها شرکت کنیم به عنوان رادیو پورتونه، که به این ترتیب میخواستم یادآوری کنم که روز 4 مارچ در هتل هیلتون وودلند هیلز گروه پینک پیجز که راهنمای مشاغل بانوان هست گرده همایی دارن و در واقع مجمع سالیانه هستش. اونجا بیزنس های خانم ها هستن که خانم های دیگه هم که بخواهم میتونن شرکت بکنن در این مراسم. رادیوی پورتون هم افتخار داره که در اونجا شرکت کنیم، مراسم لایو برای شما گزارش کنه. روز یکشنبه 4 مارچ بعد از ظهر هر جای دنیا که هستید وقتش رو دیگه خودتون میتونید تنظیم بکنید. از ساعت 2-3 بعد از ظهر شروع میشه، میره تا ساعت 12:01 شب که تا مهمونی و پارتی همیشه تموم بشه. به این کامرشال گوش بدید. ما عکسی نداشتیم بذاریم واسهش، مجبور شدیم دیسکلیمر رو بذاریم، ولی این کامرشال رو گوش کنید. من همین الان برمیگردم. مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com با افتخار تقدیم می‌کند. 4th نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در تاریخ یکشنبه 4 مارس 2012 همزمان با روز جهانی زن و به پیشواز نوروز برگزار می‌گردد. محل هتل هیلتون وودلند هیلز، از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با ورودی رایگان. مجری برنامه آدیتا شیرازی همراه با سمینار دکتر فرهنگ هلاکویی. شروع جشن ساعت 7 شب با ورودی $40. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 و یا 38 ایرانیان تماس حاصل فرمایید. اسپانسر های این برنامه ITN TV, Persian TV One, اصر امروز مگزین ان تیوی، AI سپا، میدی سپا، ستاره پروڈاکشن، KRSI, Iranian Hotline, Valued Iranian Professional Inc, VIP Non-Profit Organization.
مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com با افتخار تقدیم می‌کند. چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در تاریخ یکشنبه 4 مارس 2012 همزمان با روز جهانی زن و به پیشواز نوروز برگزار می‌گردد. محل هتل هیلتون گودرن هیلز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با ورودی رایگان. مجری برنامه آتیتا شیرازی همراه با سمینار دکتر فرهنگ هلاکویی. شروع جشن ساعت 7 شب با ورودی $40. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 و یا 38 ایرانیان تماس حاصل فرمایید. اسپانسر های این برنامه ITN TV, Persian TV1, Astro Enruz Magazine and TV, AI Spa, Medi Spa, Tetare Productions, KRSI, Iranian Hotline, Valued Iranian Professional Inc., VIP Non-Profit Organization. مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در تاریخ یکشنبه 4 مارس 2012 همزمان با روز جهانی زن و به پیشواز نوروز برگزار می گردد. محل هتل هیلتون گودرن هیلز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با ورودی رایگان. مجری برنامه آتیتا شیرازی همراه با سمینار دکتر فرهنگ هلاکویی. شروع جشن ساعت 7 شب با ورودی $40. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 و یا 38 ایرانیان تماس حاصل فرمایید. اسپانسر های این برنامه ITN TV, Persian TV1, Astro Enruz Magazine and TV, AI Spa, Medi Spa, Tetare Production, KRSI. بله خب بریم دنباله داستان شوی پرچونه رو بگیریم. همجور که دیدین و شنیدید یک شنبه بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در هتل هیلتون وودلند هیلز ما هستیم. رادیو پرچونه برنامه لایو داره تمام بعد از ظهر رو ما کاور میکنیم و اسپانسر اون برنامه هستیم. جایی هستش که خانمایی که بهشون من افتخار میکنم هستن. تو واقعا نگات حرف میزنی چه جور زنی خوبه؟ این جور زن خوبه که اولا خودش رو مستقل میکنه و با استقلال خودش ارزش خودش رو واقعی میکنه، نه با کفش پاشنه بلند. البته همشون کفش پاشنه بلند دارن میپوشن، خیلی هم بهشون میاد، همه چی به جای خود، ولی ارزش واقعیش اونه که اگه بگی من در نظر تو چی هستم، خودش لزومی نداره اصلا از تو بشه. تو منو واسه چی میخوای؟ تو در من در نظر تو چی هستم؟ تو چی کار داری در نظر من چی هستی؟ تو در نظر خودت چی هستی؟ This is what, this is why. خلاصه برگردیم به دنیای زن و مرد و دیتینگ. اکثر مشکلاتی که هست روی عدم توجه به واقعیت و داشتیم به این میگفتیم که شما اگه بدونی که بین زن و مرد واقعیت چی هستش، همیشه هم لذت میبری، هم عذاب نمیکشی، هم میدونی کجا بازیه، کجا گیمه، کجا گیم نیست. چون من دیشب رفته بودم یه جایی توی که از همین بارا و کلابای هستش تو لانگویچ، خیلی جای خوبی هم هستش و موزیک لایف هست و خیلی عالی، جیپسی میوزیک فلان، لاتین کامیونیتی، دختر بسیار خوشگل لاتین اونجا میان و اینا خلاصه هستن. ما رو ایستاده بودیم یه جایی. خب اولا که آدم وقت بعد یه مدتی میفهمه که کجا باید با چه دختری حرف بزنه، نباید حرف بزنه، با کی حرف بزنه، چه جوری موسی چی اومده، واسه چی اومده، واسه چی اومده. ساعت 11 نیم شب وقتی که میبینی که یه دختری بسیار سکسی و خوشگل و خوش اندام و خوش لباس، نهایت زیبایی، هر چی که دلت بخواد، اونجا وایستده تنهایی داره با دوستش میگه، میخنده، یه دونه مشروبم دستشه، تو میدونی جلو رفتن نداره واسه این، به خاطر اینکه نگاه کن چقدر مرد خوشتیب اونجا هست، هنوز این تنها وایستده اینجا. یه مرضی داره، این یه مرض خیلی بدی داره. اومده اتنشن بگیره، اومده نبگه، اصلا اون حرف زدن نداره. همون آدم اگه ساعت 8 نیم شب یا 9 شب ببینیم، من ببینم ممکنه یه سلام بگم، یه حرفی بزنم، بشم جزو یه سری مثلا اون سری آدمایی که میخواد بهشون بگه نه، هیچ اشکالی نداره، چون نشنیدن گیم مرده. باید بلد باشی نبشنوی، هندل کنی، مثل یه پوست تخمه جواب نه رو پرت کنی و به زندگی تنار بدی. ولی ساعت 11 نیم 12 1 صبح دیگه اونجا وایسته تنها، من دیگه اصلا باهاش حرف نمیزنم. اون احتمالاً با صاحب اون کلاوه داره میخوابه و اومده اونجا و تفریح کنه، یا اینکه مردی که باش اومده یه جای دیگه است، و یا اینکه همونطور که گفتم اومده فقط بشموره. حالا من وایساده بود و هی من نگاه میکرد، نگاه هم نمیکرد چون من براد پیت بودم یا جورج کلونی بودم،
نگاه میکرد ببینید چرا من با یه حرف نمیزنم، هی نگاه میکرد اینجوری با ناز نگاه میکرد برمیگشت، منم حالا پلوش وایسادم مثلا به فاصله مثلا یه متر برتر، بعد شلوغم بود تقریبا، هی برمیگشت نگاه میکرد، هی برمیگشت نگاه میکرد. رفتم جلو بهش گفتم What's your number؟ گفت ها؟ گفتم نه نه I don't mean your number, phone number، منظورم تلفن نمبرت نیست، عدد امشب چنده؟ گفت منظور چیه؟ گفتم چند تا نه امشب گفتی؟ گفت ها 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 what do you mean؟ گفتم چند نفر ریجکت کردی؟ I just what I wanna know. I don't want your phone number. گفتش که well I don't know. گفتم نه دیکس نمیشه I don't know باشه، به خاطر که تو امشب اومدی اینجا که نبگی، درسته؟ از خنده روده بود، داشت اینجوری نیکو بود رو میز از خنده. گفتم خب تو بگو چند نفر. گفت I don't know. گفتم این هر چی بگی I don't know من ول نمیکنم تو رو، تلفنم من ازت نمیخوام، شما فقط به من بگو. گفتم 5 تا 10 2000 تا 3000 150 تا 200 خودت میدونی دیگه. گفت یه 15. گفتم now you talking. گفتم خب چه خبر، واسه چی اومدی اینجا؟ گفتش که به خاطر اینکه هیچی. گفتم یعنی تو به خاطر هیچی انقدر آرایش کردی و زحمت کشیدی و این لباس تنگ و بخاطر هیچی اومدی؟ گفت نه من اومدم اینجا. گفتم تو you look very good. فکر نکن من not criticizing، مسخره نمی کنم، من تلکم بهت نمیگم، جدا you look good، ولی خب حالا تو واسه هیچی اومدی اینجا که چی بشه؟ گفتش که نه actually من پسرای اینجا رو دوست ندارم. گفتم پسر اینجا رو چرا دوست نداری؟ گفتش که خب دوست ندارم دیگه. گفتم مثلا چی هم پسر اینجا؟ این هم پسر خوشتی بس از آمریکایی هست، سفید هست، سیاه هست، همه جور هست، خارجی هست، عرب هست، فلان هست، ایرانی هست، این چی هست پسر اینجا؟ چه تعریفی دارن که تو دوست نداری؟ گفتش که گفتم پسرای کجا رو دوست داری؟ گفتش که نمیدونم. گفتم نه میدونی، بخواد منتاج بخواده که داری نانسنس به من میگی، میخوای در بیاری از قضیه. گفتم زمان. گفتم پس چی اومدی؟ گفتم من اومدم اینجا دوستم سپورت کنم. گفتم مثلا اگه تو دوست تو خواست من خواست بره مثلا در جنوب بنگلادش هم مثلا برقصه میرفتی باش؟ گفت خب نه. گفتم پس معلوم اینجا رو دوست داری. دید نه با بعد کسی طرف مستیش داره از سرش میپره. گفت I don't know. گفتم ببین تو بگو چه جور مردی رو دوست داری من ببینم اینجا اگه هست بهت نشون بدم. گفت اصلا اینجا نیست اونجور مردی که من دوست ندارم. گفتم بعد ببخشید آدم یه جایی ری که مطمئنه و میدونه که یه همچین جایی. گفتم فعلا اولت میگه اینجا؟ گفتش که نه من اینجا زندگی میکنم، اون بر زندگی میکنم. من خب کسی که میدونه یه جایی هستش که مرداش که اونجا اصلا دوست نداره که خب دیگه انقدر زحمت نمیکشه با خوش برسه، انقدر لباس شیک و خوشگل سکسی بپوشه که حالا گه اومدی دوستم ساپورت کنی، خب لباس ساده تر میپوشید، راحت هم بود، ساحت راحته که آدم یه لباس گشاده ساده بپوشه بیاد اینجا، اینجوری چرا اومدی؟ گفتش که حالا تو ناراحتی من اینجوری؟ گفتم نه من ناراحت نیستم، من دارم بهت کامپلیمنت میدم. وان سکند چیزی که دارم بهت میگم نانسنس به من نگو، dont insult my intelligence. ولی به طور کلی اونم مثلا البته ناراحت شد، گفت من دارم میرم تو، بلند شد و رفت تو. گفتم من نمیخواستی دوستت رو ساپورت کنی، دوست داره با یه آقای اینجا داره بگو بخند میکنه باید ساپورتت. دید نه این از اونا نیستش که نگاه کنی و دوتا غمزه بیایی و پسرم از این لبل آچه آبیه یا ساعت مشروب بخره، مثلا مشروب بخره به اتنشن بده، آخرش هم تو بگی نه I have a boyfriend. و خلاصه موضوع از گفتن این، منظورم از گفتن این موضوع این بودش که آدم باید هر چیزی رو با دیدن تصویرش بشناسه چه خبره. یه جای دیگه مثلا وایستادی، مثلا سه تا دختری اونجا وایستادن، میری پهلوشون داره موزیک میزنه، شما وایستادید موزیک رو نگاه میکنه، اینا برمیگرده نگاه میکنه، خیلی نگاه کرد فهمید که این آدمی که اینجاست مثلا فیل نیست، آدمه، آدم کش نیست، چاقو دستش نیست و قیافت هم دید و فهمید دیگه آدم به درد میخوره یا به درد نمیخوره. اینی که هنو من داشتم میومدم فهمید، حتما نباید من نگاه میکنم، من پهلوش رد شدم. خیلی خوب، بعد برمیگرد دوباره نگاه میکنم، مال من واسه موزیک رو در نگاه میکنم، دوباره من نگاه میکنم. اینجور مواقع من نمیدونم بگم های what is your name، can I buy you a drink؟ نه، باید بدون شرایط چه مخ اون آدم بلا فاصله میشه معلوم بشه که توش چه خبره. من خیلی ساده مثلا یه چیز مثلا میگم میتونم کتم بذارم اینجا، ببینم با لبخند جواب میده یا با اخ جواب میده، نجابت نهایته یا اینکه میخنده. بعدش هم مثلا حالا بعد میگه که خب مثلا میگم شما اینجا وایسادی مردم رد میشن میخورن به کشت لغت میکنن از این حرفا، بعد یه حرف بی خودی، یه حرفی که معنیش خارج از اینه که من تو رو میخوامه،
اگه برگشت به تو گفت خندید خندید، اگه برنگشت و نخندید و جواب دنبال حرفت رو با یک کلمه داد و ادامه نداد، دیگه مرد 3 میلیون دفعه دیگه نگاه کرد، شما داری اون موزیک رو نگاه میکنی، لباسشو کند خم شد پیرندشو در آورد اینجوری کرد موشو 3 میلیون دفعه دیگه نگاه نمیکنی. این اونجاست که خریت مرد وارد معادله میشه. یعنی چی؟ یعنی تمام این بلایی که سر تو میاد، آقای ترمینیتر داره از روی اسکایپ ما زنگ میزنه، اجازه بده من چند دقیقه داستانم تموم کنم بعد تلفن‌های شما رو جواب میدم. الو آقا، لطفا چند دقیقه منتظر باش بعدن تلفن‌ها رو جواب میدم. مرسی، لطفا هنگ آن. بله، امروز صدای اسکایپ درست پخش نمیشه، انشالله که اگرم که زنگ میزنین من بتونم با تون حرف بزنم، ولی سعی کنم روی تلفن زنگ بزنم. اینجا اونجاست که خریت مرد وارد معادله میشه. تمام این بلایی که سر مردا میاد، عصبانی میشن، ناراحت میشن، میرن درینک میخرن، میگه امروز مثلا دو تا دختر دیدم من، بعد جلوی چشم من دو تا دختر دیگه اونجا وایساده بودن، دیدم دو تا مرد کج و کوله که اصلا به اینا نمیخورن و اینا وایسادن و هی دارن مشروب تو حلقه اینا فرو میکنن، دخترم هی ناز میکنن و هی با هم دیگه میرقصن و هی اینجوری با هم دیگه دردی دنسینگ میکنن و هی میان بغل مردم میشن ها 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 شو بگو بخند میکنن، مشروبا رو قرد خورد میرن بالا، هر کدوم 20 دلار 15 دلار پول مشروبا. خب اونم معلومه آخرش هم گفتن بای، ولی نه اون موقع بایی که به پسری که اترکتد هستن باش میکنن، دست دادن با این دوتا احمق و رفتن بیرون. اونا هم با خنده اینجوری به همدیگه نگاهی کردن و بای خیلی مردونه باشون دست دادن و رفتن بیرون با اون سروازی که اون دختر داشت و خیلی هم خوشگل بود، اصلا بهش نمیخورد که دست بده با کسی، بیزنس میتینگ که نیست اینجا. خب پس بدون توی احمق قیافت شبیه ماشین ATM بوده یا دستگاه ATM بوده یا کارت کردیت کارت بوده. خب اینو باید بفهمی کجای قضیه وایستادی. این بلاها و ناراحتایی که سر مردم میاد که مثلا بعدن ناراحت میشن و میخوان میگن ما میخوایم پدر دختر رو در بیاریم، یا پدر دختر از این مردای دلخور میشن دلشکسته میشن، یا میخوان پدر مردا رو در بیاریم، همش مال اینه که آقا نمیفهمی تو مغز اون چه خبره. شما نمیتونی بفهمی که تک تک مواقع در تک تک اینسیدنت ها یه مرد چی فکر میکنه در اون لحظه، یا یه زن چی در اون لحظه رو فکر میکنه. اصلا مهم نیست. همیشه ما زنگ میزنم رو هاتلاین پرچونه، زمنان هاتلاین پرچونه اعلام میکنم امروز برنامه ما زنده است، روز یک شنبه هست، برنامه تکراری نیست، این برنامه روز یک شنبه زنده هست و در روزهای دیگه اگر لطف میکنن دوستان در تلویزیون مردم تکرار میکنن، برنامه تکراری هست، روز یک شنبه ما ساعت 1 بعد از ظهر برنامه زنده داریم. الانم میتونید تلفن بکنید 310-896-7524، ولی اگر یک ساپورت کوچیک میخواید به ما بکنید در حد 2 دلار، 3 دلار، 4 دلار که اگه به گدام بدی غر میکنه، اخ میکنه و پول یک گالون بنزین هم نمیشه، دقیقه 2 دلار هزینه تماس با این شو هستش، به هاتلاین ما زنگ بزنید 310-896-7524 که میتونید رو هاتلاین پرچون رو بیایید و ما خوشحال بشیم که دارید ساپورت میکنید. البته هاتلاین پرچون رو شما ساپورت کردید و میکنید، ما ازتون ممنون هستیم. هاتلاین خودش هزینه ماهیانش بیشتر از این 2 دلار، 3 دلار، 8 دلار، 10 دلاره و اینکه ما تونستیم هنوز اینو نگه داریم به خاطر اینکه تلفن‌های خوب شما به ما این دلگرمی رو داده و هزینه‌اش هم تامین کرده و خیلی ما از شما ممنون هستیم. در طول این سالایی که این هاتلاین داشتیم هنوز پول مرسدس بنز رو نمیده و مورگیج خونه رو نمیده، ولی فعلا خودش رو نگه میداره. خوبه. به هر صورت داستان اصلی که باید شما ببینید این که زن و مرد به سمت همدیگه میرن، زن از مرد سکس میگیره و لذت میبره، ولی سکس گرفتن یا سکس کردن یا هر چی کم زیاده هر چی هست غانه نمیکنه زن و پایان کار زن نیست، بلکه شروع کارشه، ولی از اون طرف برای مرد آخر کارشه. خاطر همین مرد هر چی داره تلاش میکنه که زودتر برسه به سکس، زن هر چی بیشتر داره تلاش میکنه این قضیه رو پخنش کنه و بمالونتش و مستیش بکنه و محوش بکنه که اون تو به اون مسئله مستقیم نرسی، هی پخش میشه، هی دنیای دیتینگ، دنیای فرند میاد و
این میاد و اتنشن میاد و فیسبوک میاد و این بیاد و اون میاد اینا، که تا اونجا که میشه اتنشن بگیره میگن یکی به نعل میزنی یکی به میخ میزنی، مثلا داری اسب رو نعل میکنی، به جای اینکه تخ 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 رو میخ بزنی خب 5 تا بزنی میخه میره تو، ولی یکی به نعل میزنی یکی به میخ میزنی یکی به پای میزنی، یا تعمیر که شما 350 تا چکوز زدی هنوز میخه یه اینچش بیرونه، کار جلو نمیره. یا میگن کجدار مریض، یعنی این کج میکنه، میگه میخوام مثلا نوشابه بریزم، هی کجش میکنه و نمیریزی. این سیستم زنون است تو دنیای دیتینگ. شما باید یه دونه بذاری زیر این لیوانه بگی بی صابون در خالیش کن. ولی چجوری؟ چجوری که حالت ریپ نداشته باشه، چجوری که حالت خشونت نداشته باشه، چجوری که حالت ضد زنی و شوونیستیک نداشته باشه، چجوری که حالت عقده‌ای و عقب مونده و بیچاره و دسپرت نداشته باشه. همه اینا تو یه چیز خلاصه است، تو یه چیز و فقط یه چیز، و اون قیمت سکس زنه که شما میپردازی. اونو باید ندی. قیمت سکس زن به شما اتنشنه، اتنشن، توجه. تمام پولای دنیا رو اگه به زنی بدی اتنشن بهش ندی، بازم میری با یه نفر دیگه میخوابه. نمونش این همه زن شوهر داره پول دار که شوهره داره خودش تیکه و پاره میکنه که پول تولید بکنه، زندگی این خانم نگاه میکنید تو خونش خرج ماهیانش بالای 6 تا 8 تا 10 هزار دلار فقط خرج ماهیانه این خونه است، ماشین به کنار، خونه قیمتی، همه اینو به کنار، با این حال مثلا میره دوست پسر میگیره، یا مثلا میگه چیه، میگه شوهر من توجه نمیکرد، خیانت که وقتی میکنه میگه چرا این کار کردی، میگه چون شوهرم به من توجه نمیکرد. اتنشنه. شما هر چی اتنشن رو کمتر بکنی، اون طرف میاد که برای اتنشن به تو بیشتر توجه میکنه و اون وقت شما سکس میگیری. ولی اگر زنی که نخواد با تو سکس داشته باشه، شما اتنشنش رو قطع کنی، راش میکشه میره، میگه آشغال نگاه کن با اون قیافش، خیال میکنه که کی هست، خب راش میکشه میره. پس به خاطر همین شما وقتی اتنشن رو واسه چی، اتنشن یا پیمنته. از یکی از گوینده های رادیو من اینو شنیدم و اینو یاد گرفتم و این خیلی جالب بود. میگن چرا میگن pay attention؟ دی آمریکا زبان انگلیسی وقتی میخوای بگی توجه کن نمیگه give attention، نمیگه attend me، میگه pay attention. چرا میگه؟ because attention is a kind of a payment. Thank you. این حرف من از تام لایکس شنیدم. میگه attention is a kind of a payment. یعنی شما وقتی که داری pay میکنی، اون پولته. این ژتونایی که تو بازی داری، شما تو بازی زن و مرد وقتی میری، مثل بازی پوکر که روی میز کازینو نشستی، یا بازی بلک جک میکنی، یا حالا هرچی، شما تو اون بازی میتونی شرکت کنی موقعی که یه ذره ژتون جلوت باشه، یه ذره پول جلوت باشه. هر کی ژتون یا پول جلوش نباشه تو اون بازی نمیتونه شرکت کنه، باید بیاری. ابزار بازی تو توی بازی دیتینگ اتنشنت بزن، البته پول هست مسلما، ولی اتنشنت بزن. و ابزار بازی زن تو این چیز سکسش هست. شما اتنشن میدی، سکس میگیری. حالا اگه شما انقدر احمق باشی که بری تو فیسبوک عضو 1700 نفر پسر فیسبوک فیفی پنبه 3 که یعنی 1 و 2 تا 5000 تا پول فیفی پنبه 3 سینه‌اش اینجوری انداخته بیرون روز تولدشه، I am so happy, thank you my friends، شما بری اونجا بگی تولدت مبارک، شما یه استکان کوچیک اتنشن ریختی تو اون دریایی که 8000 تا احمق دیگه مثل تو دارن اینجوری استکان استکان اتنشن میدن اون دختر. اون دختر وقتی وارد یه جایی میشه اینجوری مست میاد تو، نگاه میکنه ببینه ماورای اون پسرایی که دارن تو فیسبوک واسش همینجوری مسج میدن، چه براد پیت یا جورج کلونی یا آنتونیو بندراز دیگه اینجا هست که بمیره واسش، وگرنه خب دوزمن پسر رو دیدی اینجوری گوش نمیان تو، کجاست دختر، دختر این بد اینجوری تو، چون مست و پر از اتنشن اومده بیرون، چون مست و سیر از اتنشن، چشاش خماره، like she had 10 orgasms، میاد اونجا ریلکس کنه چون اتنشن بخواد، تو خونه پره تو فیسبوک و احمقی مثل من نشسته همینجور داره بهش کامنت میده. خب شما این اتنشن هایی که میدی همش به ضررته. چرا وان نایت استند از بین رفته؟ ما که قیافه‌هامون، بچه‌ای که ایرانی، حالا من قیافه من حالا ندید بگیره، بچه‌ای ایرانی که هستن توی این دیتینگ سین که قیافه‌هاشون خیلی خوبه، اوکیه، مثل بقیه است،
کج و کله نیستیم که، حالا میگم منو بی خیال بشین، بقیه کج و کله نیستیم، مثل بقیه هستیم. باباها و پدر بزرگای ما وقتی از سفرشون به آمریکا یا به اروپا تعریف میکنن، میبونن با اون قیافه‌ای که قدیمی بوده و اونجوری سیبیل و پشمالو و فلان اینا، انگلیسی هم بلد نبوده، اومده یه دوره آموزش فلان مثلا ببینه اینجا. میرفتن تو کلاب با دوتا دختر میمدن خونه، میرفتن تو کلاب با سه تا دختر میمدن خونه، با خارجی بودنشون با همه اینا. چرا الان از بین رفته؟ الان بچهای آمریکایی وایت مقیم آمریکای نیتیو بومی هم واسه مشکل دارن. چرا وان نایتستن؟ وقتی وان نایتستن موقعی بود که دختری تو خونش که کامپیوتر نبود، پسر نبود، مرد نبود، باید میومد بیرون، تشنه اتنشن و توجه مرد بود، میومد بیرون اینور اونور، حالا یا مشروب میخواد یا مشروب نمیخواد، با مرد میگفت، میخند، دیوانه این بود که مردش اتنشن بده. و مرد میگفت let's get out of here، اونم میگفت sure، دو دقیقه بعد sure enough تو تخت خواب بودن. چرا؟ چون دیوانه اتنشن بود، کمبود اتنشن بود، استخوناش خشک و خالی بود از اتنشن. ولی الان دختره همچی که میره خونشون تو کامپیوترش هم میگه 7000 تا احمق دارن اتنشن مفتی و مجانی رو بهش میدن. خب این دختر بعد وقت همون احمقا شکایت میکنه که واقعا خیلی سخته روی فیسبوک دخترها رو بلند کردن. خب معلومه بخونه که مثل که شما بخوای بری چه میدونم نون بخری، یا میخوای بری مثلا فقط غذا بخری، شیر بخری، شیر مثلا از 2 دلار قیمتش، ولی اگه ببینی همه آدم ها دارن میان به یه آدم 50 دلار مفتی پول میدن، این آدم اول نمیره شیر بیاره اونجا بفروشه، اگرم یه موقع بره بیاره بفروشه، میگیم 50 دلار که من دارم مفتی میگیرم، این زحمت میکشم این شیر رو از اونجا میارم اینجا میدن، شیر 60 دلاره، چون اگه میخوام 50 دلار بگیرم که دوزنان شیر بیارم، هم 50 دلار مفتی دارم میگیرم. پیمنتی که شما داری میدی یه ماشین گوشن تو نمایشگاهی، نموشگاه فارسی میشه نموشگاه، بزن تو نموشگاه اونجا با استادی در نموشگاه آقا، بعد قیمتش مثلا هست فرض کن 10,000 دلار یا 20,000 دلار، این ماشین قیمتش 20,000 دلار موقعی که بخواد به مارکت مقایسه کنی. ولی اگه قرار بشه که این ماشین رو این مردم یه مفتی پول بدن به این آدم، هی بگن آقا چه ماشین خوبی ما میخوایم، قیمتش 20,000 دلار میشه 40,000 دلار، میشه 100,000 دلار. عرضه و تقاضا، میگن زن کالاست، توهین نیست، ای کاش مرد کالا بود، من میشدم شماره 1 کالا. مردم متنفرن از اینکه زن کالاست، ولی خب زنها خوشحال از اینکه زن کالاست. زن کالاست بخاطر اینکه خودش میخواد و خودش از این دفاع میکنه، و شما هر چقدر مثل کالا میمونه، هر تقاضاشو بیشتر کنی قیمتش میره بالا، و هرچی تقاضاش کمتر بشه قیمتش میاد پایین، و هرچی اتنشن کمتر بدی، تقاضا کمتر بدی، قیمتش میاد پایین. چیزای دیگه هم هست که زن کالاست، ولی خب این چیزی من تعیین نکردم، اینو ثابت کردیم بارها، دکتر روانشناس اومده اینجا حرف واسه گفتن نداشته، مرد روانشناس، زن روانشناس، آدم معمولی، آدم خونه‌دار، آدم تحصیل کرده دیگه، هیچ کدوم حرفی در مخالفت با این قضیه نداشتن که زن کالاست و خودش هم دوست داره کالا باشه. من شخصا بهروز باکشیر از این قضیه متاسف و ناراحت هستم، چون اگه زن کالا نبود بدون پول میشد به دست بیاد. خلاصه اینا نکته های دنیای دیتینگ هست. تلفن های ما بازه، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، برنامه پرچونه لایو از تلویزیون مردم و همچنین از رادیوی پرچونه برنامه ما الان لایو در حال پخش هست. شما میتونید به پرچونه.com برید و یا با تلفن با ما تماس بگیرید. سخت فعلا، ما امروز به خاطر اشکال فنی من دارم از روی وبکم برنامه رو با کت و شورت اجرا میکنم و نمیتونم اون ستاپی که داشتم تلفن‌ها رو بگیرم، اینا امروز خود مشکل پیش اومده. ان شاءالله هفته آینده داستانو درستش می‌کنیم. در سر روز یک شب است و برنامه لایو ما تا 1 ساعت دیگه در خدمت هستیم تلویزیون مردم، و ان شاءالله شب هم ساعت 8 به وقت لس آنجلس باز برنامه رادیویی داریم که میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم روی رادیوی پرچونه. رو وبسایت fortune.com که میرید، رادیوی پرچونه یه رادیوی بزرگ هست. اینجا یه دونه عکس بزرگ گذاشتیم که کسی میس نکنه، کلیک میکنید روش، رادیو رو گوش میدید. از روی آیفونتون هم میتونیم گوش بدیم، از روی سمارت فوناتون هم میتونیم گوش بدیم، و ما خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید. شما تلفن ما از 310-896-7524. میریم دنباله داستانمون رو، دنیای دیتینگ. دیتینگ ورلد اگه شما بخوای فرمولاشو بدونی بسیار دنیای جذاب و شیرینی هست، و
اگه بخوای فرمولاشو ندونی عذاب میکشی. خیلی از چیزا هستش که شما باید بدونید در فرق زن و مرد چیه. یکی از بزرگترین فرقای زن و مرد آنالیز و هدفهای مختلفه. مرد وقتی با زن صحبت میکنه آنالیز و هدفهای مختلف نداره. شوی پرچونه بفرمایین. میخواستی رو ایر باشی؟ گوشی خدمتون. الو بفرمایین، با بهروز رو ایر هستین، شوی پرچونه. الو گوشی خدمتون، الان میام خدمتون. خدمتی ادامه دادیم دنیا استدامه شده امروز به قول تو همه چی برای بیزینس و همه چی برای پر کردن مربوط توهمی یه سری آدم ها که بتونن در ازش پول در بیارن کسی که فکر این باشه که بابا پشت این دیوار رو به مردم نشون بده واقعا سگ شرف میده تا تنها هدف و برنامه دیگه که از ثبت کانال ماهواره‌ای و نمیدونم ساعت دقیقه چقدر پول به حسابشون میریزن ما خودم بدونم هنی باید دنت کلام کار درست مطمئن به شنونده شو داریم مطمئنش اینو هم جوریت که ادامه بدی یکی از بهترین و بچه‌ترین برنامه هایی که توی کل همین دیگه فرقتان تشکر. مرسی، ممنون لطف دیگه نفر دیگه هم رو خط اگه مطلبی نداری بریم سراغ. آره مرسی، مرسی آقا لطف. الو خب قطع شد، الان دوستان دوباره زنگ بزنید اگر مطلبی هست. بله، آنالیز و هدف. هیچ مردی هیچ هدف دیگه جز این که با شما سکس داشته باشه در دنیای دیتینگ نداره. در ابتدا به ساکن، آیا این مرد میتونه پدر فرزندان شما باشه؟ هیچ بعید نیست باشه، به شرطی که شرایطش درست باشه. خب ولی در وهله اول از شما سکس میخواد. هر چه بیشتر شما این سکس رو تأخیر بندازی هیچ به این معنی نیستش که شما ایشون رو بهتر میشناسی. ممکنه بفهمی که این سیگاری هست یا نیست، بله این اگه شناخت اینه، بله سه بار بری بیرون اگه این سیگار نکشید، یا 8 دفعه 19 دفعه بریم با هم دیگه شام بخوریم اگه این سیگار نکشید میفهمی خب این سیگاری نیست. ولی شناخت شخصی، اون که میگن 180 ساعت بشینی پای تلفن با هم صحبت بکنی، اون چیزی رو به شما نخواهد گفت. و یه آدمی که انقدر دسپرت باشه و انقدر به مستحصل باشه و بیچاره باشه که بخواد 150 ساعت با تو بشینه حرف بزنه تا اینکه راهشو بکشه بره سراغ این دختری که واقعا اترکشنشو نشون بده، اصلا با همچین آدمی معلومه شما بخواید اصلا ریلیشنشیپ و یا رابطه‌ای داشته باشین. فکر کنم صدایی خود پرابلم داره. خب الان باید بهتر شده باشه. بله اصلا با همچین آدمی رابطه شاید شما نخواهید داشته باشید. از یه طرف خود خانم‌ها میدونن با اینکه خیلی از آقایون رو میپیچونن و 180 تا دیت میخوان ببرن بیرون که بشماسن اون آقا رو، مردایی بوده که انقدر مردا جذاب بودن که در همون وهله اول، همون روز اول باهاش رفتن بیرون، باهاش رفتن خونه رفت تخت خواب باش. در این چه شما میدونی که زنی که در دنیای دیتینگ، منظورم این دختر 14 ساله یا 16 ساله که امروز تازه یه آیدی فیک آیدی تقلبی گرفته و رفته وارد کلاب شده نیستا، منظورم زنی است که تو این مارکته 25 26 27، قشنگ لباسش معلومه، قشنگ رفتارش معلومه، رقصش معلومه، مشروبش معلومه، آرایشش معلومه، همه چیش معلومه. She is in the world of dating. داره لذت میبره، زندگی میکنه و حال میکنه. حال نمیبره، حال میکنه و لذت میبرن، حال میکنن. حال بردنی نیست. بعد من باید همیشه اینو بگم، این آدم تکلیفش معلومه، تصمیم سکسیش معلومه، اترکشنش معلومه، از کی خوشش میادش معلومه، همه ایناش معلومه. اگه قرار واسه خودش معلومه، واسه شما معلوم نیست. ولی شما میدونید که این آدم احتیاج به اطلاف وقت برای شناخت کسی نداره. تکلیفش معلومه. واسون تکلیفش معلومه، شما باید بفهمی که آقا شما جز اون کاتگوری هستی یا نه. خیلی راحت میشه اینو بفهمی. و شما لزومی نداره که منتظر باشی مثل سگی که میخوان یه تیکه گوشت جلوش بندازن، همینج نگاش کنی تا به چیز بندازه جلوت، تا این اجازه بده یه روزی بیاد خونتون مشروب بهش بدید. شما باید از تیزرها که کلمه قبلیش من تو تلویزیون دیگه نمیگم،
سه نقطه تیزر، از اینا با راحت فرار کنی، به خاطر که اینا مثل آدمایی مونن که یه مغازه باز کرده باشن بگن ما کامپیوتر میفروشیم، شما پول کامپیوتر میدی میگن حالا کامپیوتر نمیدی، یا کامپیوتر جلوی نشون میدن میگن این کامپیوتر رو ببین میخوام اینو بهت بفروشیم، شما پولی که گذاشتی یا پول نشون دادی آره بیشتر پول میده میذاری 100 دلار دیگه انقدر پول میذاری آخرش هم هیچ موقع نمیگه کافیه، کامپیوتر هم بهت نمیده. خب هیچ احمق اینجوری خرید نمیکنه. منتها کسی که ندونه که قیمت سکس زن اتنشن و اتنشنی که اون میخواد و باید با اندازه اتنشنی که شما میدی در مارکت میک سنس بکنه، درست مثل کامپیوتری که قیمتش 350 دلار اگه به شما گفتن 18000 دلار شما بگی اکسکیوز می سکرو یو، عین همین تو بازار هست 350 دلار، تازه من امیدوار بودم شما اینو من بدی 300 دلار یا 320 دلار یه دیسکانت هم به من بدی، وگرنه لزومی نداره من بیام اینجا به شما ادای احترام بکنم. خب شما پس اگه بفهمی که تصمیم اون زن رو راحت‌تر میتونی بکشی از مغزش بیرون موفقی، به خاطر که زنا هستن که 1000 تا تصمیم دارن راجع به یه مردی، مردا 1000 تا تصمیم راجع به یه زنی ندارن، به خاطر همین هم هست که شما توی یه جایی مهمونی یه جایی کلابی بیشتر توی کلاب دخترای غریبه این برخورد میکنن، وقتی هر چقدر مثل آقا و مؤدبانه حرف میزنی و اگه نخواد با تو بخوابه سکشوالی به تو اترکتد نباشه مثل سگ رفتار میکنه، پیف پوف ایش اخ میکنه و فلان و اینا و مزخرف میگه من اومدم اینجا از پسرای اینجا خوشم نمیاد، نمیدونم واسه چی اومدم اینجا، واسه چی اومد اینجا میگه خودم نمیدونم، یعنی مزخرف پشت مزخرف و برخورد خیلی سبک باهات میکنه. و هنوزم میگن که زنا ایموشنالن مردا ویژوالن. خب شما باید این چرت و پرتا رو نخری، ولی خب تصمیم یک زن تو مغزمون رو ما نمیتونیم هیچ موقع پیدا کنیم، هیچ موقع نمیتونیم بفهمیم تصمیم اونو، ولی ما باید بدونیم که تصمیم اون به ما میخوره یا نه. مثل دقیقا مثل یه تاکسی میمونه که شما تو خیابون دست نگه میداری و وای نمیسته. کی شده کدوم شماها که این همه تاکسی سوار شدین تا حالا دست نگه داشتین جلوی تاکسی و تاکسی وای نستاده و پیش خود گفتی I wonder what he's thinking. Who gives a crap he's thinking. Who gives a damn what he's thinking. The goddamn taxi did not stop. شما به چی فکر میکنی؟ تاکسی بعدی. یعنی این تاکسی اینجوری رد شد وای نستاد، سرت اینجوریه. سرت اینجوری نیست. تاکسی رفت. دختری هم که بیرونه اومده برای مشتری خودش. شما به هر دلیلی مشتری اون نیستی. یا اومده بازی کنه، مسخره بازی در بیاره. یا اومده با یه نفری که دلش میخواد بره خونه، یا امروز نمیخواد بره خونه، میخواد سه روز دیگه بره خونه، هر جوری دلش میخواد. شما اصلا نباید مغز اون دختر رو بخوای بررسی کنی، به خاطر اینکه ولی مغز مرد بررسی نداره. واسه همین است شما وقتی دخترام اینو میدونن، وقتی که مردی میاد سراغت میگه برقصیم، شما اگه از این مرد خوشت نیاد نخوای بری باهاش بخوابی، حالا الان نه ولی مثلا جذاب نباشه، سکسی باد نباشد نباشه، نمیری باهاش برقصی. اگرم ازت بپرسن که چرا نرفتی، اولین کلمه ای که میگه خوشم نیومد. چرا خوشت نیومد اگه نمیخوای با آدم بخوابی؟ خب مؤدب که هست اومده، بو هم که نمیده، یه آدم معمولی مثل بقیه آدمایی که تو این کلاب هستن، اگه اینقدر کثیف و بد قیافه بود که سکیوریتی اول راش نمیداد مینداختش بیرون. درس کد دارن، تو نمیتونی بود کفش اسپورت بیای تو کلاب که چون درس کد. خیلی خوب حالا اومده اینجا، چرا نه؟ به خاطر اینکه تو خوشت نیومد، سکشوالی اپروبش نکردی. چون مغز اون معلومه، مغز دختر واسه تو معلومه. شما نباید فکر کنی که اون چرا اومد و چیکار میخواد بکنه هدف، چون وقتی دختری به تو گفت بله و اومد، ضمن اینکه سکشوالی اپرووی 1000 تا مسئله دیگه هم هست. خیلی از مواقع ممکنه سکشوالی اپروو نباشی، ولی خب تو کلابو نمیگم سکشوالی اپروو نباشی، بگی جاست فرندیم. شما نمیخواد بری مخونو پیدا کنی توش، شما کار خودت انجام میدی، به نتیجه که خودت میخوای میبینی میرسی یا نمیشی. واسه همین هم هستش که یه قانونایی هست، یه ددلاینایی هست. شما اگه به یه زنی که به شما اترکتد سکشوالی نیست، مثلا هم کلاسی دختر خاله شماست که در یکی از مراسم یه جای مهمونی چیزی باهات آشنا شده، تو هم تلفن رو رد و بدل کردی، شما هم کلاسی دختر خالت و اگر بخوای باش بری بیرون چون میخوای سکشوالی باش اترکتد دیگه، ولی ممکنه سکشوالی تو اترکتد نباشه، ولی یواش یواش باهات آشنا بشی. به این آدم اگه شما اگه به تو اترکتد نباشه، اگه شما بهش 350 هزار ساعت وقت اتنشن بدی، میپذیره، لذت میبره.
اتنشنه، اتنشن مفتیه. حالا اگه تو یه آدم عوضی بدی باشی نه، ولی اگه عوضی خوبی باشی بازم بله. عوضی دو جوره، عوضی بد و عوضی خوب. عوضی خوب اونه که بهش میگن the jerk which is very attractive. خب داستان خیلی پیچ در پیچه، ولی به هر صورت از اتنشن خوشش میاد. شما واسه همینه که میگن شما 3000 ساعت هم اتنشن بدی یارو میگه we're just friend. just friend یعنی چی؟ یعنی که من اتنشن تو رو میگیرم ولی تو سکس منو نمیگیری. وقتی قرار شد یه پسری سکس تو رو، سکس دختره رو بگیره، اون وقت دیگه just friend نیست. اون کلمه توهین آمیز و demeaning و سبک کننده just از روش برداشته میشه و میشه بویفرند یا میشه دیت یا میشه بودی کال یا میشه دیگه. نمیگه توش جاست نیست، هیچ میگه نمیگه هیز جاست مای بویفرند، نمیگه هیز جاست مای بودی کال، میگه هیز مای بودی کال، ام بودی کالینگ وذ هیم بیکاز ایتس سامثینگ دات مینز اباوت دات من. اینجوریه قانون میذارن، میگن آقا سه تا دیت اگه دختره پوت اوت نکرد تمومه، شما ول کن. قانونایی هست که اینجوری خیلی باید بفهمی، خیلی راحته. باش حرف زدی، نخندید، اخ کرد، ادا در آورد، تمومه. چرا؟ چون شما ادامه بدی نه که اون ناراحت میشه، اون از اون قضیه استفاده میکنه، صد تا اتنشن دیگه میگیره، شده چند تا سکیوریتی هم صدا بکنه، اذیتت میکنه. خب همه اینا هستش. حالا اگه دوست داشتین صحبتی بکنین، شما تلفن ما هست 310-896-7524. اگر از کانادا یا آمریکا زنگ میزنید یا هر جایی که کریدیت کارت دارین، خیلی خوب میشه که لطف کنید از روی کریدیت کارت به هاتلاین پورچونه زنگ بزنید. هاتلاین پورچونه هست 712-432-4242. در مواقعی که رو ایر نیستیم، اگر مسئله هست میخواید با من صحبت بکنید، هاتلاین پورچونه لطف کنید به اونجا زنگ بزنید 712-432-4242. چون به هر صورت وقتی هست که ما برای این کار میذاریم و میدونید که وقت تلاست و تایم از مانی، ما وقتی که روی ایر تایم تلویزیون مردم یا رادیوی پرچونه میذاریم، این وقت رو اختصاص میدیم به همه و تلفونا رو دوست داریم مجانی هم جواب بدیم. ولی وقتی که از ساعت دیگه میخواییم صحبت بکنیم، خب چه اشکال داره که شما هم یک کمکی به کسی که وقتشو برای شما میذاره بکنید و این هزینه زیادی نیست، بلکه هزینه خیلی کمی هست. دقیقه 2 دلاره، 5 دقیقه حرف میزنی میشه 10 دلار، نصفش به ما میشه 5 دلار، 5 دلار 2 دلارش تکس میده میمونه 3 دلار. خب یعنی ما واسه 3 دلار واقعا زمین نمیخوریم یا میلیونر بشیم، ولی it's just a nice gesture، یه کار قشنگیه، یه جواب احترامه. شما احترام نمیذاریم، ما احترام میذاریم، جواب احترامو اینطوری بگیریم خوشحال میشیم. نشدم هیچ موقع ما نه نمیگیم، ولی خب it's nice if you consider. ولی سوالای دنیای دیتینگ، وقتی من به عنوان یک خبره و به عنوان یک متخصص اینجا نیستم، من به عنوان کسی اینجا هستم که داره مسئله را آنالیز میکنه و این مسئله رو بررسی میکنه و با تجربه خودم به عنوان یک محقق اجتماعی، یعنی کسی که تو اجتماع تحقیق میکنه، پژوهشگر اجتماعی، قضیه رو بررسی میکنیم و نهایتا با شما به برین استورم میذاریم که بین من و شما بین فکرمون استورم بشه. برین استورم همیشه کمک میکنه به فهمیدن بهتر قضیه. خانمایی هستن که زنگ میزنن راجب مسائل، وقتی من جای دیگه هستم هی میخوان صحبت بکنن، ما هم با کمال میل باشون حرف میزنیم، ولی وقت طولانی نداریم. همشون قول میدن که ما تو برنامه زنگ میزنیم، ولی بعدم قولشون رو عملی نمیکنن. خانمایی هستن بسیار زیاد که گفتن ما میایم توی برنامه که نیومدن. از 3-4 تا خانومی که شما در طول برنامه های پرچونه دیدید، فقط 3-4 تا نبودن، بلکه بیشتر از 100 تا بودن که همیشه گفتن آره من میام، آره من میام، ولی نیومدن. به خاطر اینکه نمیدونم چرا، ولی اون چیزی که من تصور میکنم اینه که مردم دوستان یه حرفی رو بزنن، مردم دوستان حرفی رو کرسی بنشونن، و این متاسفانه من مجبورم اگه حرفی رو توی شو میزنم به کرسی بنشونم. چرا؟ به خاطر اینکه من جلوی دوربینم و شما منو میشناسید و من نباید حرف مزخرف بزنم و اگه با کسی بحث میکنم باید بحث به نتیجه برسه. یه خانمی زنگ زده بود گفته بود که شما میگی که چه فمینیستا اینطوریان و اونطوریان، حالا من حرفش رو نقل میکنم که در واقع انجامم شده باشه پرپس قضیه. شما میگی فمینیستا اینطوری اینطوری هستن فلان اینا، اگر
کسی موافق با فمینیسم هست پس باید موافق باشه که زنها برن سربازی، پس باید موافق باشه که زنها خرج زندگی خودشونو بدن و تا بگیم مساوی هستن. گفت نه شما میری سربازی با مورد مرد، ولی ما زنها بالاخره ما باید 9 ماه بچه بذاریم، ما باید 9 ماه ما مادری داشته باشیم. گفتم بله قضیه مادری و احترام مادری به جا، ولی زنهایی رو که ما باشون از 15 سالگی تا 30, 35, 40, 45 که اگر بخوایم ازدواج بکنیم و اگر شاید بخوایم بچه داشته باشیم، این 150-200 تا زن 300 تا زنی وقتی به تیپ و پول و قیافمون به دست ما میرسه، اینا که هیچ کدومشون واسه ما بچه نمیذارن که، ولی ما همه اون سرویس ها رو باید بهشون بدیم. این یه نوع مثله، یه نوع سردرگم کردن و یه نوع سفسطه کردن جامعه مردانه که چون ما مادر میشیم، شما مادر میشی نه به خاطر اینکه لطف من بکنی، نه به خاطر اینکه لطف به اجتماع بکنی، شما مادر میشی به خاطر اینکه دلت میخواد مادر بشی. اگر اجازه ندن شما مادر بشی، شما زمین رو میکنی، شما artificial insemination میخوای انجام بدی، شما میخوای frozen egg داشته باشی، شما میخوای زندگی تو به هم بزنی، با پسرموت بری بخوابی، بچه دار بشی، مثل همه داستانایی که ما شنیدیم. چرا؟ چون بچه میخوای، نه اینکه به من داری لطف میکنی که بچه میخوای. این هم یه چیزی هست که دوستای خیلی خوبم میگه it's a human project، یعنی اینجوری مغز زنها طراحی شده، هیچ اشکالی هم نداره اینجوری، از اگه نبود ما هم نبودیم. ولی این کردیت نمیشه که وقتی من با شما میرم بیرون من باید واسه شما خرج کنم چون شما میخوای بچه بذارید. من این از یه دختر 10 ساله شنیدم، یکی از شاگردام هست، دختر خیلی با استعداد 10 ساله با یه پسری که اونم یکی از شاگردای فامیلا، اینا دو تایی با هم درس میگیرن، اینا همیشه با هم دیگه دعوا دارن سر اینکه کی اول باشه. اون میگه لیدیز فرست، اون میگه نه لیدیز نات فرست. بعد پسره اومد، پسرشون 10 ساله هستن، 10-9 ساله، نه پسره گفتش که نه من از فرست بیکاز جنتلمن هاز تو گو اوت تو ورک اول دی. بعد دختره گفت اکسکیوز می وی گونا گت پرگننت هیر، جفتشون هم آمریکاییه، یعنی پرگنن. اون از اون 9 سالگی یادشه که این باید جلوتر باشه، بخاطر خب دیگران گفتن بهش دیگه که چون بچه میخواد بذاد. این یه حرف بی خودیه تو مغز همه میکنن. شما اگرم یه روزی بخوای بچه بذاری واسه یه نفر میذاری، بذار اون قضیهشو خودش تیکر کنه، بذار اون پولشو خودش بده. وقتی دوباره من میای بیرون چرا لیدیز فرست؟ خب یه برنامه ما داشتیم به نام اینکه لیدیز فرست از سکسیست. سکسیست یعنی گوشی خدمتون، سکسیست یعنی با کردیت زیاد به یه جنسی و یه جنس دیگر رو پایین گذاشتن، یعنی ترجیح یک جنس به جنس دیگه. ما گفتیم آقا هیچ کس فرست نیست، اگرم کسی میخواد بچه بذاد، بچه میذاد برای خوبایی که دلش میخواد، نه بخاطر اینکه لطف داره به جامعه میکنه. نهایتا اگه اون بچه زایید و پول نداشت، جامعه باید به اون لطف بکنه و بهش ولفر بده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی. سلام، مرسی، بفرمایید. روز یک شنبه است، برنامه زنده است، با هم روهر این بفرمایید. خواهش میکنم. من آقای سعودی دیگه از زدن میشنستن، الان دلم شما چطور؟ حالا یواش یواش ما هم میشنسیم. بعد هفته بعد من موزم شده و اگه همون چیزایی رو زدم سرخط رایی میبخشید، من شبا کار میکنم و آدم خواب بودم یه دیدم که خواهش میکنم. جسارتن هر رسانه این بورد خودشو داره، یعنی شما شاید برای افکارتون و جذاب شخصیتون برای رادیویتون و ویبسایتتون چیز گویاتی باشه، مثلا نیست ما مثلا دو سال آقای زور بیرکشن یا بعد یارو 10 سال میشن. درست این هست که برای دیننده های تلویزیون مردم اگر شما یه جغرافی از خودتون تون هستی که به هر این چیزای شخصیتون دیگه چیز نشه بدونین، تحصیلات محل بدم بدم تولد نحوه اومدن آمریکا، اینا یه چیزی که وقتی چیزی پابلیک میشه ما دوست داریم بدونیم. مثلا بهتر آقا سلام علیکم، ما رو که دور شما دور اومدیم که اومدیم. بله حتما، چرا که نه، خوبه، چیزی بدی نیست، من حتما میگم. بله این حتی از سواده از نکنه و خوب ما سرنگ کنیم و جای دوری هم نره نداره و
ولی من فقط نمیدونم از بیا بابا از آقای سعودی پرسیدم که شما میتونید شما تلفن اون کسی که با کردیت زنگ میزنه ببینید و مثلا ببینید کی بودی یا نه این نظر بیرد در شخص خودم آفر ممکنی اما خودم نسخت رو بخرم و تو برنامه های آینده بخوام به هر نظر استفاده کنم. بله میشه میشه اینجا آه. قانون اینجا قانون چیز هستش، قانون بیزنس هستش که تا اونجا که من میدونم تو آمریکا اگر قرار پولی رد و بدل بشه برای بانک یا برای هر کدوم از طرفین اون بیزنس باید اطلاعات طرفین کاملا مشخص باشه. از آدم مخفی نمیشه پول گرفت و با آدم مخفی هم نمیشه پول داد. بله، یعنی من گفتم شاید این یه مزیتی باشه که شاید یه نفر بخواد که به قدرت اخباری که یک بنگی نمیداد یه سوالی حالی یا جایی بکنه بدون که شناخته بشه. اگه البته اگر به نام البته اگر به من تلفن بکنن یا به هر کس تلفن بکنن اینا همه confidential information هستش، یعنی اطلاعات محرمانه هستش. من اگر بخوام کسی رو لو بدم، بله من میتونم بفهمم به خاطر اینکه لاگش در اختیار من هست، ولی اگر من کسی من زنگ بزنه و من این آدم رو لو بدم و براش دردسر ایجاد بشه، مستقیما من مسئول هستم و میتونه از من شکایت کنه. بله دیورسیتی، یعنی تعدد چه میدونم تنوع نژادی. بله 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 ما نداریم، مخواه ما اینو تو فرهنگ ایرانی نداریم، ما تو فرهنگ ایرانی آده کرام نداریم. همه برقی بودن یه جمعه من دارم که حاله باشد همین یه چیز نداشته باشه، میگفتن یه دوار کلاف اختران خالقی و یه اشتاف یعنی توی حالا متون دینی هست که من کسی رو آفریدم که مثل من مختار هست و انسان مختار هست فکر میکنه و پیرو قریضه نیست مثل مثلا حیوانات و این هست که میتونه با خاطر هم نفیشتار کرده و مسئول چیز خودش هم هست و اعمال خودش هم به هدف مستر میکنیم شما هم بیشتر روشت هستیم و بستر به قولن پرورشتون و فکریتون رو و همین که اجوات رو برای بعضی های خطی کردی میکنیم که بیزینیر بی از یه راهی که دیگر اون رفتر فعلا پیرو باشن و فعلا جاپای دیگرون بذارن که بعدا خودشون مستقر بشن. خوشحالیم که شما امکان بسا برنامه رو دارید و گفتم هر زخانی برد بودش رو داره به قول آقا سعودی دو هم پیچ بزنید آخواد قردن یه حدوثای تحضار پیشونه بده میکنن درشون یه جایی بیشتر این کار مثلا مسنتر جامعه بحثتری و ماهواره که مشکلی که کافی نداره یا اطلاعات و بطولم اطلاعات کامپیوتری نمیخواد بیداری که سعید هم یه دشمن رو لذت از این کانال رو کنن آشنا میشن شما هم انشاءالله که هم ادامه برنامهتون رو بتونیم داشته باشیم یعنی یه چیزایی یاد می‌گیریم. مرسی. شما هم توی برنامه شما هم توی تلویزیون مردم برنامه دارین؟ من نه. من یه بیننده هستم که دوستایی هست که از طریق دیجی باکس با آقای سعودی آشنا شدم. بسیار. خب یه وقت باز اومدیم برنامه رو دیدیم که چه جوری کار می‌کنه. بسیار. خیلی ممنون. خیلی ممنون. یه دوران ماهواره تموم شده استاد. یه دوران ماهواره تموم شده. دیگه الان تو هر خونه ای بیشتر از تلویزیون کامپیوتر هست. خاطر همین ما از طریق دیباک درگام کردیم و اصلا خبونم هست کارش به خاطر اینکه دیر ادمات نرفتیم شوکر میران در این نظر اون دو چند دو شده بود و اختلافی داشتن دیباک رو که چی الگیز با دیرز میران زمین اون همیشه هست ایشون که سوال کردیم گفتن ما ایران زمین نداریم گفت که خب نفت این چیزایی که دیباک بله. خب استاد خیلی خوشحال شدم، اجازه بفرمایید پس ما داستان ادامه بدیم و در خدمتتون هستیم که برنامه رو خیلی ممنونم. لطف کنین زنگ بزنین حتما مطلبی اگر در زمینه شو بود، مطلبی در زمینه برنامه بود، ما در خدمتتون هستیم. مرسی. خدا حافظ. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. سلام.
جانم چی می‌خواستی با یه دفعه دیگه بفرمایید؟ شماره هاتلاین ما هست 712. حالا نمی‌دونم دوستان اگه بتونن تو تلویزیون مردم دیسپلی کنن براتون. شماره ما هست 712 432 4242. بله خواهش می‌کنم. شماره تلفن هاتلاین پرچونه از 712 432 4242 و این هاتلاین همیشه کمک کرده به شوی پرچونه. شوی پرچونه با اینکه پرخرج نیست، با واسطه تکنولوژی امروز پرخرج نیست، ولی به صورت هزینه هایی داره که از طریق تبلیغات باید تامین بشه یا از طریق هاتلاین یا به هر صورت کمک هایی که دوستان میکنن که این برنامه رو نگه دارن. یه سری کمک هایی هست که من میتونم بکنم برنامه رو نگه دارم که همیشه کردم و خواهم کرد و کاری ندارم که کی کمک میکنه و کی کمک نمیکنه و حتی کی داره جنگ میکنه. بعد از 10 سال موندن روی تیوی، واقعا 10 سال من بی وقفه رو تیوی بودم و الان دیگه انقدر تکنولوژی خوب شده که دیگه آدم میتونه از خونش ادامه بده قضیه رو و با کت و شورت میتونه ادامه بده. و تو این 10 سال ما همیشه کارمون جنگ بوده. این که میبینید که همیشه قضیه بک‌گراند مشکله، همیشه قضیه تلویزیون مشکله، این به خاطر این نیست که مثلا من نمیفهمم که مثلا بک‌گراندم باید چه جوری باشه، یا من نمیفهمم که اگر که در شو از موزیک استفاده کنیم چقدر بهتر میشه، یا من نمیفهمم که اگر وسط برنامه اینجوری کات کنیم کار میشه. همه اینا رو من میفهمم، منتها وقتی که من میرم رو ایر، من با 100 نفر جنگیدم رفتم رو ایر و 100 نفر دیگه منتظرن که من با چوب بزنن، ولی باز من رو ایر موندم. خب سوروایوال اولین پرایوریتیه. وقتی که سوروایوال هنوز جنگ توش، ما به بقیه مسائل ممکنه نرسیم، ولی خب شما باعث شدی که بمونه این برنامه و شما باعث شدی که این برنامه ادامه پیدا کنه و قشنگ بشه، چون صداهای شما و حرفای شما هست که برنامه قشنگ بشه. خیلی از چیزا رو من از شما یاد گرفتم. من اینجا از یاهو نمیام چیز بخونم، هرچی من میگم اینجا حرف خودمه، از backed up by me، بعد توسط خودم هم ازش حمایت به قول معروف دفاع میشه. من دفاع میکنم از حرف خودم، چون حرفی هست که من میزنم و حرفی هستش که اگرم از جای دیگه شنیدم و دارم برای شما تکرار میکنم، فهمیدم و تکرار میکنم، بلغور نمیکنم. چون اگر در مورد اون از من سوال بکنیم، منم که به شما جواب میدم مثل شاگرد یه نفری. این همه روانشناس و استاد اولوالعزم که کتابم دارن و برای شما تدریس میکنن، اینا درساشون رو جای دیگه خوندن، یعنی حرفای اینا خیلی هاش حرفای دیگران ممکنه باشه، ولی اینا یاد گرفتن این مطلب دارن به شما میگن، پس یعنی میتونیم بگیم این حرف خودشه چون فهمیده. خب مسئله اینجاست، در اساس لباسی که شما میپوشی، شلوار یه نفر دیگه اختراع کرده، کت رو هم یه نفر دیگه اختراع کرده، ولی این شمایی که انتخاب میکنی چه کت و شلواری بهت میاد و چه رنگی و چه رنگی میخوره. در بعضی مواقع ممکنه که نتونی تشخیص بدی چه رنگی چه رنگی میخوره. خب همیشه it's always a customized part. و من یه تصحیح خیلی کوچیکی با کمال شرمندگی و جسارت بکنم، فرمایش دوستمون که گفتن diversity و divorce میاد، اینا دو کلمه متفاوته. divorce و طلاق یه جور دیگه هم اسپل میشه و diversity or diversity و یه کلمه دیگه از جدیه اسپل میشه، به اساس به معنای تنوع هست و دیورس معنای جدایی و طلاق هستش. خب آقای نوید روی اسکایپ هستی، من نمیدونم صداتون رو شما ما میتونیم بفرستیم رو ایر یا نه. آره نوید خان بلندتر یکم صحبت کنم بزن ما ببینیم میتونیم سپیکرمون رو چی کار بکنیم. الان شما حرف بزن تا بازو اگه نشد ما خودمون بسد تکرار بفهم. Attraction نه is not a choice، من قبول دارم، نه من قبول دارم is not a choice. من نمیدونم چه نظر شخصی من، شما به یه چیزی attracted هستی به خاطر که دوست داری. من ممکنه با به یه رنگی از دختر یا به یک نوعی از دختر علاقه جنسی و سکسی نداشته باشم، دست خودم نیست. اگر مثلا از اون رنگ خوشم میومد یا از اون بو خوشم میومد، خب میرفتم دنبالش. نه نه نه، شما هر قانونی رو هم بدونی هر کسی رو نمیتونی بلند کنی، چون it's a mutual decision.
شما میتونی هر کسی رو با تفنگ بذاری پشتش ببری ریپش کنی، ولی شما نمیتونی اگه همه قانونا رو بده. یه سری افرادی هستن روی اینترنت و این برنامه دارن کتابا و سی وی آی رو میفروشن که میگن اگه شما این قانونا رو بدونی میتونید همه هر کسی رو بلند کنی. بعد تو سی دی شون دیویدی شون، اول خودش بسیار آدم خوشتیپیه، ثانیاً یه آدم دیگه ای رو میاره که خیلی سوپر هایلی سوپر اترکتیو و خوشتیپی است که دختره اصلا این آدم تکنیک لزومی نداشته باشه، میچسبن بهش سرش دعوا و بکش بکشه. بعد تازه اون آدم میاد اونجا میگه من اینجوری هم اینجوری هم و میتونم به شما یاد بدم. تازه ما نمیدونیم اون آدم آیا همه رو میتونه بلند کنه یا نه، اون به قیافش بوده. نه اصلا گول این چیزا رو نخور. درسته. آره خودی عده اونو میخوای در بیاریم. بله من به سوال شما رو بذار برای اجازه بده من برای شرمنده ها بگم. شما ایشون زنگ زدن و میگن که آیا اترکشن یه چیز چویس هست؟ گفتیم بله چویس نیست و چیزی هستش که احساسی هست. و ضمناً گفتن این کسایی که میگن شما اگر تکنیک هایی رو بلد باشی میتونی هر کسی رو پیک آپ بکنی، این هم صحیح نیست. شما هر کسی رو میتونی باش حرف بزنی ولی میتونی نشون بدی آدم کانفیدنتی هستی، میتونی آدم اعتماد به نفسی داری، با یه دختری حرف بزنی، هر چی اینا، و نهایتا اون تصمیم میگیری که قد شما خوبه یا نه و دماغ شما اوکیه یا نه و سن شما و پول شما کافیه یا نه، اون تصمیمشو میگیره نهایتا. خب بفرمایید. سلام. بله یکی از ها خب البته بله البته درسته. وقتی دخترا ببین شما با دختره میری بیرون یعنی این که من تو رو دیدم، بدن تو، قیافت دیدم و موافقم با تو سکس داشته باشم. این موقعی هست شما به دختره میگی ساعت 5 بعد یا 7 بعد در فلان رستوران ببینم تو رو یا در فلان جا بیا ببینمت. این یعنی الان اگه بخوای تو رخت خواب باشی شما موافقی. این از طرز شماست. ولی دختره وقتی میاد هزار یک چیز دیگر رو میخواد از خواهش ببینه. همونجور که گفتم وقتی سکسی انجام شد کار شما تموم شده، کار دختره تازه شروع شده. که اینو چجوری نگه داره، چجوری ادامه بده، تو به درد این میخوری نمیخوری، از بقیه که داره باش میخوابه بهتر هست یا نیست، یا اون چهار نفری که دنبالش هستن تو کدومو زودتر بره، همه هزار یک چیز هست. بخاطر همین شما درگیری یه اینترویو یه مصاحبه خیلی سنگینی هستی با هر دختری که اگر شما خیلی جذاب نباشی. برای یه سری دخترها شما خیلی جذابی، هر کسی میخوای باشی برای یه سری دخترها خیلی جذابی. اون دخترها هستن که راحت میان خونه همون روز اول یا دوم. برای یه سری از دخترها شما باید کار انجام بدی تا برسی به نتیجه. به خاطر همین شما باید بدونی که در محدوده‌ای که میخوای کار انجام بدی و زحمت بکشی که برسی به دختری، اون محدوده ارزشش داره یا نه، و تا کجای میفهمی که این کار شما بیخودیه یا داره به هدف میرسه. که این معمولا دو بار سه بار یه دختر رو میبینی این کار باید تموم شده باشه، در غیر صورت شما داری وقت رو تلف میکنی. جواب سوالت هم بدم که گفتی اینترویو میخواد بکنه چی کار کنه دسته اینترویو در بریم. مهمترین چیز اینه که در اینترویو بخشی در دیت با یه دختری شما پات به کافی شاپ ساعت 5 بعد از ظهر نرسه. دختری که بخواد با یه پسری قاطی بشه و باش ریلکس بشه و حال بکنه، قشنگ شب باش قرار میذاره، میرن یه جایی کلابی، یه باری، جایی مشروب میخوره، ولو میشه، شی فیلز کامفورتبل. اگر بهش بگی بریم یه جایی دیگه یا بریم یه جایی دیگه، جوابت اوکیه. خب ولی 5 برز و بری 100% برای یک اینترویو بیخودی میری. خیلی از دختران هستن که میخوان با تو 100 ساعت پای تلفن تکست و تلفن بزنن تا ببینن میخوان با تو بیان بیرون یا نه. اون دختره هم اصلا شما بهتره که فراموش بکنی، به خاطر اینکه کسی که باید باش 50 ساعت حرف بزنی هم که بفهمن دلشون میخواد بیان بیرون یا نه، یعنی شما یکی مثل بقیه هستی که تو صف وایسادی. بخاطر همین شما با سری خودت از این قضیه بکشی بیرون. اگه با دختری آشنا میشی دفعه اول تلفن میکنی یا دفعه دوم پای تلفن اومد، شما قضیه رو به یکی دو دقیقه بیشتر نباید طولش بدی. یک دقیقه یا دو دقیقه
و بعد باید بری، باید تموم کنی، باید فکر بگی خب حالا کی ببینمت. اون دختره خودش میدونه که تو رو میخواد ببینه یا نمیخواد ببینه. در نتیجه شما 2 دقیقه 1 دقیقه پای تلفن میمونی، قرار میذاری. اگه گفت نه خیلی خب، هفته بعدم یه 1 دقیقه باش 2 دقیقه حرف میزنی. اگه قرار گذاشت گذاشت، نذاشت به سلامت. اگه تو فیسبوکت در میاری، از فیسبوکت دیلیت میکنی، از لیست یاهو، لیست سوشال، هر جا هست دیلیت میکنی، که جز اون آجرایی که دیوار برای پسرهای بعدی هست، شما یکی از اونها نباشی. آفکورس بله بله، من بازم حرف شما رو بله آره سا اون بله، اون که چیز شخصی باید بهش بگی که بگی خوب میدونی، ولی من حرف شما رو برای بیننده‌ها بگم، چون بیننده‌ها بگم چون صدات ممکنه پخش نشه. ایشون میگن که وقتی با یه دختری صحبت میکنی میگه اگه نمیدونم، میدونه. شما هستی که باید این قضیه رو گولشو نخوری. مثل اون دختری که تو کلاب بهش گفتم تو چه جور پسری دوست داری، گفت من نمیدونم. فکر کنم میکروفون داره یه صدایی میده، مواظب باشین میکروفون فیش فیش نکنه. عرض شود که وقتی که به یه دختری میگی، چون دختری میدونه که تو رو میخواد ببینه یا نمیخواد ببینه، وقتی میگه که میگم که خب کی ببینیمت اینا، مثلا میگی نمیدونم، میگم یعنی چی نمیدونی کی منو میخوای ببینی، یا نمیدونی که کی میتونی منو ببینی، یعنی چی نمیدونم میخوام تو رو ببینم، یعنی اصلا مطمئن نیست که آیا میخوای منو ببینی یا نمیدونی کی وقت داری منو ببینی. میگه خب نمیدونم کی وقت دارم. گوشی خدمتتون لطفا. میگم خب نمیدونم. میگه خب نمیدونم کی وقت دارم. میگم خب شما تلفن منو داری، دقیقاً ساعت و روز که ساعت و تاریخ روزی که میتونی منو ببینی برای من تکست کن که ما طبق اون قرار داکیومنت قرارمون باشه. تا اون موقع خدا نگهدار. حالا اگه دختره بفهمه که گیمش رو شده و نمیخواد منو ببینه، که اخ میکنه یه چرت و پرتی میگه و میره. ولی اگر بخواد منو ببینه و بفهمه این بازی جواب نداره، بلافاصله عوض میشه، میگه ای چرا اینجوری حرف زدی، خب من فلانم، بسارم شروع میکنم به توضیح دادن. میگه پس خب درست، این آدم لطفا قرار بذار به منم بگو که میتونی منو ببینی، اگرم نمیخوای نبین من. بله آره، یعنی از محکم بودن جلوی دختر شما هیچی از دست نمیدی. تنها چیزی که هست اینه که شما وقت خودت رو سیو میکنی برای خودت که بتونی به زندگیت برسی. زندگیت میتونه زندگی شخصی خودت باشه، میتونه دختره دیگه باشه. هرچی از تکلیف اون دختر در عرض 1-2-3 جلسه باید معلوم باشه که این با تو بیا هست یا نه، حرف بزن هست یا نه، و اون اومدنش با تو جاست فرندی، یا این میرسه به اونجایی که اون کاری که با 30-40 نفر قبلی انجام داده با تو انجام میده، یا تو جزء مسخره های فیسبوکش خواهی بود. اصلا وجود نداره کسی که ندونه چی میخواد. آره دیگه، یعنی چی من نمیدونم چی میخوام. خب یه تلفن داریم روی خط، اجازه بدیم من اونو بگیرم. مرسی، خدا نگهدار. بله، خطوط اسکایپ رو سعی میکنیم و یاهو رو انشالله دفعه دیگه وصل کنیم. من اشکال فنی هستم روز، بخاطر همین من روی وبکم دارم به شما برنامه رو میدم. انشالله مسئله دوربین حل میکنیم. شوی پورچون رو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. مرسی، خیلی ممنون که زنگ زدین، بفرمایید. با تشکر از برنامه خوبتون، از اینکه واقعا روشنگری میکنید و درد رو میگید، میخواستم جنبه خودم تشکر بکنم ازتون. ممنون. سوال من اینه که خب حالا با توجه به اینکه ما توی جهان اول زندگی میکنیم و هیچ زور و اجباری توی روابط انسان‌ها در حقیقت وجود نداره و آزادی همه داریم، چی کار باید بکنیم که این نظر افکاری و کالایی که انسان‌ها نسبت به هم دارن، چون الان درده داره گفتیم که ما داره برای تشخیص و درمان چی کار بکنیم که الان خب خانما و آقایون مثلا نسبت به هم این دیدگاه ها رو تغییر بدن، چون اینجوری خب واقعا خیلی احساس ناامنی هست که مثلا دو نفر میخوان با هم که رو برو میشن فقط حالت دوچاق و چاقیته پیدا کنن. همینجا آقایون در حقیقت نوعی متضرر میشن، هم خانما، و اینجا در حقیقت نمیشه که یک زندگی
خوش و شادی رو بخوان داشته باشن و تصویر خب باید بچه که بخوان توی این زندگی تربیت بشن نامعلومه و همیشه استراب و استرس هست. مخواستم یه بانوان یک روشنخی یک بانوان کسی که خب سالا تو این زمینه کار کرده و خودتون هم قبل هره فرزند یک خانواده هستی، ما برای بچه ها و جوان ها چه تدبیر رو واقعا اتخاذ بکنیم که چیکار کنیم که این انسان ها این جوان های ما در وهله که با هم برخورد میکنن با تقدیر ارزش های جسمانیشون توجه نکنن ارزش های انسانی هم خب در نظر بگیرن و این درمانش چیه؟ چون درمان خیلی قشنگ واقعا میشه کافی میشه ولی حالا برای تشخیص چیه با توجه به اینکه خب الان ما توی جامعه آزادی هستیم و امکان همه چی هست که دسترسی داشته باشیم اونو میخواستم حالا مرسی مرسی شما با من دو خط میمونید دیگه من جواب بدم عرشبه که بله ببین هر چیزی که ما میگیم یه مشکلی هست معنیش نیست که مشکل راه حل داره. یه سری مشکل هست که راه حل داره، یه سری مشکل هست شما باید بدونی وجود داره ازش فرار کنی و مواظب باشی که اذیت نشی. خب مثلا ایدز وجود داره، ایدز وجود داره درمان نداره ولی فرض کن آبل مرغون، حالا یه چیز دیگه بگم مثلا سرماخوردگی یا روماتیسم کنترل میشه و درمان داره. خب یه بیماری میکروبی بگیری کنترل میشه درمان داره، ایدز درمان نداره ولی هر دوش اگه شما بدونی هست میدونی که چجوری زندگی کنی که تا اونجا که ممکنه گزندی از این به شما نرسه. خب ما خیلی چیز هست که جواب واسش نداریم راه حل ولی میتونیم ازش دور وایستیم، درست مثل ایدز میمونه. این که مردم به هم دیگه نگاه جسمانی نداشته باشن و به ارزش های نگاه کنن این چیز قابل درمانی نیست، همیشه همینجوری خواهد بود. مردا به زنا نگاه جسمانی دارن، نگاه سکشوال دارن و این عوض نمیتونی بکنی. شما یه مسئله دیگه که برابر باشن احساس بکنن مثل خواهر مادره یا همون آقا یا همون خانوم بکنه مثلا این مثل پدرش یا عزتش نخواد نه اینجوری نیست متوجه هستم نه نمیشه متوجه هستم به خاطر اینکه چیزایی که میخوان زن و مرد از همدیگه بگیرن همیشه توی یه جنگی گرفته میشه نه توی یک توافق و توی یک اگریمنتی و به خاطر همین جایگاه اخلاقیات سر جای خودشه. جایگاه اخلاقیات سر جای خودش هست. شما وقتی با یه نفر ازدواج میکنی بر این ازدواجت باید بر مبنای این که آدمو شناختی، قبولش داری، روحیه، اخلاقیات، خانواده، احساسات، همه چیز رو این قبول داری و میخوای باش ازدواج کنی. ولی وقتی که دختر 19 ساله شما یه دامن به 3 اینچی میپوشه و میره توی یه کلابی داره میرقصه، این نمیخواد مردم این از لحاظ اخلاقی و شخصیت و انسانی بپذیرن. این میخواد چشم اون دوست دیگه‌شه که دامن 3 اینچی دیگه پوشیده، پاش سفید، سینه‌اش بزرگه، چشم اون رو در بیاره و توجه مردا رو از اون به خودش معطوف بکنه. در نتیجه اینجا ما مسئله اخلاقی و انسانی نداریم، اینجا یه مسئله حیوانی مطرحه که سکشوالیتی و اترکشن جنسی هستش. دخترها اینو خیلی خوب میدونن و رو این دارن خودکشی میکنن، پسرها هم اینو میخوان به دست بیارن. خب پس ما باید اینجا یکی از مهمترین چیزی که توی رابطه زن و مرد هست اینه که به خصوص در دنیای دیتینگ، ما در مورد زناشویی و ازدواج خانواده نمیگیم، ولی در دنیای دیتینگ این هستش که شما به هیچ وجه نباید فکر بکنی که چجوری میتونیم به کسی اعتماد بکنیم. دیتینگ هم مثل دنیای بیزنس، شما به هیچ کس اعتماد نمیکنی بلکه بیزنس میکنی بر مبنای سکیوریتی. سکیوریتی دنیای دیتینگ هم این هستش که معذرتون ببخشید، سکیوریتی دنیای دیتینگ هم این هستش که شما فراموش کن که من به کسی چطوری میتونم اعتماد کنم. شما باید با مردم طوری در دنیای دیتینگ رابطه داشته باشی که هر موقع اونا چموشی کردن و خواستن جفتک بپرونن و رقص شطورشون گرفت، شما سکیور و سیف باشی و هر موقع خواست دیگه تو رو نبینه و هر موقع دلش خواست با یه رفه بره با یه پسر یا دختر دیگه، شما زندگی خودت رو داشته باشی تا روزی که بفهمی این آدم انقدر خوب و انقدر خواستنی و درسته که میتونی رابطت رو ببری به سطح بالاتر و سطح انسانی. بله من خیلی از شما تشکر می‌کنم
اصلا خیلی جوان و من شما رو دوست دارم و هر سال شما واقعا تلاش میکنم. بخواستم تو هم زمینه با دلیتو خواهش بکنم که این ارزش ها رو دوی جوان بیشتر اشاره بدهی که همین این روابط بیتینگشون ارزش های انسانی رو بیشتر هم یه چیز دیگه همین دیگه سب کن سب کن یه چیز دیگه بزن مثل که اجازه بده مثل که ما صدام رو هم دیگه اوورراید بکنیم. الان صدای منو میشنوی شما؟ خیلی خب ببینید شما بچه دارین؟ تینیجر دارین؟ حالا یکم بزرگتر از تینیجر شدم 21. یعنی برای کسی هستن تو کسی هستن جوون هستن و تو دنیای دیتینگ هستن و شما نگرانشون هست. بله بله بسیار خوب. خب پس چیزی رو که من میخوام بگم اینه که به نظر من کار اصلا درستی نیست که شما به دخترتون یاد بدین که عزیزم دنبال یه نفر باش که تو رو برای شخصیتت بخواد، دنبال یه نفر باش که تو رو برای ارزش‌های انسانیت بخواد. اصلا صحیح نیست هم چیزی به دختر یاد دادی بدی، به خاطر اینکه این دختر اگرم حرف شما رو در یک در میلیون گوش بکنه که نمیکنه، ولی اگرم بکنه بازم گمراه میشه، به خاطر اینکه باید بهش بگی که اترکشن مرد و توجه مرد به تو برای چی هست و تو هم اگر از این قضیه خوشت نمیاد باید لباس پوشیدن تو درست کنی، باید دوست پسر نگیری، باید سکس نکنی تا روزی که طرفی رو بشناسی. و دختر شما اگرم با این فکر بره تو دنیای دیتینگ، دو بار سه بار که وقتی سکس نکرد و سکس نداشت و اترکشن جنسی رو جواب نداد، پسرها دنبالش نمیان، دخترای دیگه هم که باهاش دوست هستن و با هم میخوان برن بیرون، اونا هم اینو یواش یواش از جمع خودشون بیرون میکنن، بخاطر این باعث عصبانیت پسرها میشه و نهایتا از دنیای دیتینگ میفته بیرون. بهترین کاری که ما باید بکنیم اینه که به دخترها و پسرها نشون بدیم دنیای دیتینگ چیه و واقعیتش چیه، که اگه رفتی توش دلخور نشی، ولی فکر نکن که اگه بری توش میتونی یه پسری رو پیدا کنی که در ابتدا به ساکن وقتی به دامن 3 اینچی تو نگاه میکنه این بگه که من حالا دیدم این پاهای قشنگو، ولی من شخصیت این دختر رو بسیار بسیار ترجیح میدم به پاهاش. یه همچی اتفاقی در دنیای واقعی نمیفته. بله Thank you. شما اگر که فکر بکنی من با یه پسری میرم جلو چون دکتر فلانی گفته که من اگر 10 ساعت بشینم حرفشو گوش بدم ما با هم دیگه تفاهم داریم، بعد حالا باش میخوابم بهش اعتماد میکنم، شما زمینه فکریت خرابه. بخاطر که باید بفهمی که واقعیت چی هستش. شما باید بگی که من با پسری هر کاری کردم، با من دختر بگی هر کاری من با این پسر کردم میکنم به خاطر اینکه خودم دلم بخواد، نه به خاطر اینکه شو اعتماد میکنم، نه به خاطر اینکه این بعدن منو ادامه دوست داشته باشه یا هرچی، و در حدی کاری رو انجام میدم که ضررشو ضرری به من نرسه، ضرر روحی و عاطفی. هر دختری هم به سکس احتیاج داره. شما میگم مثلا این دختر 26 ساله ای که مثلا دانشجوی سال سوم مثلا وکالته یا چیزی، اون به سکس احتیاج نداره، اونم احتیاج داره دیگه. و پسرایی که میره بیرون، این که مثلا میگه نامزد فلانی 7 ساله با هم دوستان میخوان ازدواج بکنن، اینا 7 ساله با هم سکس دارن، حالا مامانشون خوشش نمیاد بگه این دوست پسر دختر منه، ولی به هر صورت پس این آدم ها دارن زندگیشون رو میکنن. اگر ما به دختر یا پسرمون یاد بدیم که آقا جون اگه کسی تو رو برای شخصیتت نخواد ولش کن یا فلان بسار، اون گیجش کردی. باید بدونی که یک از پسر دیرون تو رو برای سکس میخواد و اگه تو اگر موافقت داری با اون سکس داشته باشی، ما بدون که این کار داری میکنی اگر خودت خوشت میاد، نه به خاطر اینکه اونو بشناسی یا از اون آینده بگیری. اینجوریه که دخترها دلخور نمیشن از پسرها و همیشه خوشحال میمونن. دختری هم که در زندگی در دنیای بیزینسی موفقه، زندگیش موفقه، این بک‌گراندش و به قول معروف درآمدش و زندگیش برای خودش درسته. هر پسری هم دوست داشته باشه میتونه باش رابطه شروع بکنه، ولی اگر فکر بکنه که این آدم برای چیزی غیر سکس اومده، گمراهه و این باعث دلخوری و ضربه خوردن هستش. این حرف من به این معنی نیستش که اگه یه پسری اومد با شما و شما رابطه سکسی تو شروع کردی، این پسر بعداً ممکنه عاشق شما نشه. چرا؟ اگه شخصیتتون به هم دیگه بخوره، عشق عاشقی هم پیش میاد، ولی هیچ موقع هدف نیست. بله، من درست روشن بگم، ولی تو همون موقع
توافق کردن که حالا توی زمانی که با هم هستن و با هم ادامه دارن ادامه میدن، به نظر شما بعد تعهداتشون پایبند باشن یا نه چون زمان اجازه دارن که در آن واحد هم این با کسی دیگه باشه هم با اون کسی دیگه؟ اینو چجوری میتونیم توجیه کنیم؟ این هم سوال قشنگیه. تعهداتی رو موقعی میخوان بهش پایبند باشن باید یاد بگیرن تعهدی بکنن که میخوان بهش پایبند باشن. به طور معمول دیتینگ به معنای هیچ تعهدی نیست. شما موقعی تعهد میکنی که بگی من با تو ریلیشنشیپ دارم، یعنی میگی من با تو هم با کس دیگه نمیخوام باشم، این تعهد هر موقع دادین به هم دیگه اون وقتی که اون وقت میشه خیانت. در غیر این صورت چون یه نفر با هم دیگه رابطه سکسی شروع کرده به معنای تعهد نیست و هیچکس نباید ناگفته بذاره. کامیونیکیشن و به قول معروف تبادل اطلاعات و ما و حرف زدن با هم دیگه، ارتباطات با هم دیگه، یعنی همین، یعنی بفهمی که چون با یه پسر رو بوسیدی به این معنی نیستش که شما دیگه با هم دوست دختر دوست پسر هستید، بدون با کسای دیگه هم خواهد بود و تو باید ازش بخوای که با کس دیگه نباشه. و چون یه پسر رو بوسیدی اصلا ازش درست نیست بخوای با کس دیگه نباشه، چون نمیدونه که چند وقت دیگه با تو خواهد بود. و به خاطر همین هم هستش که میگم که مسائل اخلاقی خانوادگی و دیت و مسائل سنتی و فرهنگی رو با دیت نمیتونید قاطی بکنید که بعداً دلتون نشکنه و بعداً توقع بی خودی و تراست بی خودی به کسی نه. مرسی، قربونتون برم، مرسی، ممنون. بله، بینندگان خوب تلویزیون مردم، آقا همین حرفا رو ما تو شوی پرچونه 10 سال پیش هم زدیم، منتها الان نشون میده که شوی پرچونه با اینکه ذره ذره کار کرده درست رفته پایین، درست قشنگ رای خوش پیدا کرده و مثل اسیدی رای خوش باز کرده رفته از تو لجن، رفته تو لجن. چیه لجن؟ همون مغز یخ زده و منجمد هستش که فکر میکنه مسائل فرهنگی و مسائل تاریخی به دنیای امروز همه اپلای میکنه، همه اپلای نمیکنه مسائل فرهنگی تاریخی. شما اگر خانواده نجیب و محترمی هستی و یه دختر نجیب و محترمی داری، اگه این دختر بخواد، دو جور میتونه دختر نجیب و محترم بمونه: یک، نجیب و محترم و باکره و بدون دوست پسر بمونه، دو، نجیب و محترم و غیر باکره و با دوست پسر در دنیای دیتینگ امروز نجیب و محترم بمونه. اینا هیچ به نجابت و محترم بودن لطمه ای نمیذاره، ولی باید بدونی تو فضای اینجا اینجوریه، تو فضای اونجا اونطوریه. و کسی که فکر میکنه که من نجیبم و محترم هستم، خب بله، با 100 نفر نمیخوابه، مست نمیکنه، اورجی نمیکنه، این کار نمیکنه، اون کار نمیکنه، خیلی نجیبانه و محترمانه باکره میمونه شوهر بکنه، یا خیلی نجیبانه و محترمانه دوست پسر پیدا میکنه و با اون ریلیشنشیپ و هر چی کاری میخواد میکنه. خب ولی در طول نکته برنامه ما اینه که از موقعی که شما شروع کردی تا موقعی که به ریلیشنشیپ برسی یه راهیه که این راه ممکنه 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال طول بکشه. و در این راهی که شما به نقطه ریلیشنشیپ برسید، یعنی جایی که تعهدی رو بتونی از طرف بگیری که دلش بخواد بده، نه تعهدی که تو رخت خواب رفتی تو اون لحظه heat of the moment میگه تو فقط با منی، من عشق تو هم، تو عشق منی، تو فقط با منی، من با هیچکی دیگه نمیخوام تو باشی، اونم میگه باشه عزیزم، چشون لباساشون کندن هر دو و عصبانی و ناراحت، هر چی نمیخواد پسر بگه که این دختر مواد عصبانی نشه، این کار خراب نشه. خب ولی بعد این مدتی شما میفهمی که آقا این آدم لیاقت رابطه داره یا نداره. قضیه خیلی طولانیه، وقت ما تمومه. من تشکر میکنم از آقای سربی و تلویزیون مردم که مسائل رو به مردم میرسونه که مردم دوست دارن بشنون. فقط مسائل زندگی ما سیاست یا کلیه یا گرین کارت نیست، خیلی زیادی هم هستش که به طور واقعیش یه خود سخته، یه خود دردناکه، ولی باید I'm your man، منم که واسهتون میارم اینو. شوی پرچونه رو روزهای یک شنبه از تلویزیون مردم ببینید و ضمناً برنامه روز 4 مارس، یک شنبه 4 مارس در وودن هیلز هیلتون، هتل هیلتون وودن هیلز برنامه زنده هست. شوی پرچونه رو از روی وبسایتش تعقیب بکنید، ضمن اینکه برنامه‌های رادیو پرچونه روزهای جمعه ظهر و یک شنبه ساعت 8 شب برگزار میشه. حرفایی تو اونجا گفته میشه که در هیچ تلویزیونی، حتی در تلویزیون مردم، نه من جرأت دارم بگم، نه کسی دیگه جرأت داره بگه، نه کسی دیگه جرأت داره پخش میکنه. به خاطر همین رادیوی پرچونه برای خودش یک جای یونیکی هستش که یه بحثایی که در هیچ تلویزیونی نمیشه گفت
اونجا ما میگیم لحن صحبت، آزادی کلام بسیار بسیار متفاوت هستش و شما در اون رادیو یه چیزای دیگه ای رو میشنوید که در هیچ جا نمیشنوید و نخواهید شنید. ضمن اینکه تشکر میکنم از تلویزیون مردم که ورژن کلین کات پورچونه رو به شما میده. If you want to go outrageous, grab a beer and listen to me online on Porchuner Radio. میتونید روی وبسایت پورچونه برنامه گوش بدید ساعت 8 یک شنبه شب که ببینید what the hell is this guy talking about. تا اون موقع خدا نگهدار.